من عرض سلام و خوش آمدگویی به تک تک شما همراهان، همکاران و مهمانان عزیز. امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز 26 آبان ماه 1401 مصادف با 17 نوامبر 2022 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی. من ابتدا دستان درکان فرخان رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم زهرا باجلان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1401. سپس جناب آقای مهدی افشارزاده بررسی هدف 11 سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سپس سرکار خانم آیلار اسماعیلی، هنرمندان و اعتراضات اخیر. در پایان هم بحث آزاد رو داریم. حق اعتراض، تأثیر هنر در اعتراضات سراسری. منشی جلسه سرکار خانم مرضیه مهدیه، ادمین ها خانم مرجان شعبان نژاد و آقای مصطفی منیری، ضبط صدا هم آقای سعید پورمند و پویا حسابی. منم ستاره دژم مسئول جلسه هستم. خانم باجلان اگر که آماده هستین مایک در اختیار شما، ما اخبار نقض رو میشنویم. مرسی. با سلام مجدد خدمت همه دوستان، در خدمتتون هستم با گزارش و تحلیل موارد نقض آبان ماه. آرش رمضانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آرش رمضانی نویسنده توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی با انتشار بیانیه‌ای از تداوم بازداشت 3 تن از عکاسان به نامهای یلدا معیری، آریا جعفری و حسین اسماعیلی خبر داده و خواستار آزادی آنها شد. این انجمن ضمن محکوم کردن دستگیری عکاسان مطبوعاتی نوشت که از بین عکاسان تا کنون بهار اصلانی و احمد حلبی ساز با قرار وثیقه آزاد شدند. بازداشت گرداننده یک صفحه اینستاگرامی در شهر جدید مهستان. رئیس پلیس فتا فرماندهی استان البرز از بازداشت گرداننده یک صفحه اینستاگرامی در شهر جدید مهستان به دلیل آنچه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان کرد خبر داد. محمود میرزایی، آهنگساز و رهبر ارکستر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. یک منبع نزدیک به آقای میرزایی گفت محمود میرزایی حدود 2 هفته پیش در خانه خود بازداشت شد. او تنها زندگی میکرد و از طریق همسایه ها پی بردیم که بازداشت شدم. حسام پیرسته شاعر و دانشجوی دانشگاه تهران چهارشنبه 4 آبان پس از حضور در دفتر نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه ساری بازداشت شد. سعید فتحی خبرنگار ورزشی با سابقه ایران عصر یکشنبه 24 مهر ماه تا کنون در بازداشت است. طبق تایید نزدیکان خانم فتحی، ماموران امنیتی روز 24 مهر و پس از حادثه اوین او را در منزلش و بدون هیچ توضیح یا تفهیم اتهامی بازداشت کرده و تا کنون خبری از او ندارند. شبکه تلویزیونی فرانسوی آلمانی آرته از بازداشت وحید شمس‌الدین نژاد خبرنگار ایرانی خود توسط نیروهای امنیتی در سقز خبر داد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید شمس‌الدین خبرنگار ایرانی شبکه تلویزیونی فرانسوی آلمانی آرته در سقز بازداشت شده است. توماج صالحی رپر معترض در اعتراضات اخیر در چهارمحال بختیاری بازداشت شد. پس از آنکه برخی خبرگزاری‌های حکومتی از بازداشت توماج صالحی خواننده معترض خبر دادند و ادعا کردند او هنگام خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور دستگیر شده، حساب کاربری او در توییتر
و دایی او اعلام کردند که او را در استان چهارمحال بختیاری دستگیر کردند. حماسه پارسا، کارگردان سینما، به دلیل انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روزنامه نگار، امروز در پستی در اینستاگرام خود خبر از دستگیری خواهر خود داد. بازداشت سه تن تحت عنوان شهروند، خبرنگار، مرتبط با رسانه‌های خارج از کشور، خبرگزاری تسنیم از بازداشت سه تن از شهروند خبرنگارها خبر داده. وحید موسوی با قرار وثیقه آزاد شد. وحید موسوی خواننده اهل لرستان و برگزیده عصر جدید که در روزهای گذشته بازداشت شده بود، ساعتی پیش به قید وثیقه از زندان مرکزی خرم‌آباد آزاد شد. کانون صنفی فرهنگیان گیلان اعلام کرد شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت سه تن از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان را با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال زندان تعزیزی محکوم کرده است. این اخبار مغایرت دارند با ماده 5 شکنجه ممنوع. احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شعور بشری یا مهم باشند. ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. ماده 19 حق آزادی بیان. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در عقص انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. و ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. ممنون از شما. من ماگرا هم کنم. ممنون از شما خانم باجلان برای اخبار نقد. دوستان اگر موردی هست که بخواید به خبرها اضافه بکنید میشنویم ازتون. من فقط یه اشاره کوچیک بکنم به، نمیدونم این واژه کشف حجاب درسته یا نه یا اصلا معادلی داره، ولی به نظرم یه موجی را افتاده توی بازیگران زن ایرانی که یکی یکی دارن رو سریاشون رو ور میدارن و تو فضای مجازی منتشر میکنن عکس و فیلم ویدیو از خودشون، که به نظرم میتونه یکی از کارهای خوب باشه که حمایت خودشون رو در واقع از خیزش و انقلابی که در حال وقوع هست نشون میدن. بفرمایید جناب رایی. علی، با درود به شما و دوستان گرامی. این رفع حجاب از خواسته های زنان مشروطه است. از اون موقع تا حالا این مشکل رو به طور کامل حل نشده، برای اینکه بعدش تبدیل شد به کشف حجاب اجباری در زمان رضا شاه، بعد زمان محمد رضا شاه آزاد گذاشته شد، دوباره بعد از انقلاب از سال 1361 به بعد دوباره اجباری شد. خانوم ها اول انقلاب خوب در مقابل روح الله خمینی وایسادن و حمایت هم گرفتن و تونستن 3 سال اون رو بندازن عقب، و توی از سال 61 تا حالا به این مسئله به دلایل مختلف توجه نشده. یکی این که در اون سالهای اول بعد از انقلاب جریانها روشنفکری بسیارش متمایل به جریانهای چپ داشتن. چپ ها هم فکر میکردن که اینجور مسائل روبناست، اصل زیربنا اقتصاده و اهمیت نمیدادن به این مسئله. مسئله بعدی رو که در رابطه با همین حجاب لازمه توجه داشته شه، مسئله لایسیته است یا سکولاریسمه، به این صورت که دولت و حاکمیت لازمه که لایق باقی بمانه. باز هم این رو اون نیروهای چپ توجه پیش نکردن، به همین دلیل اینکه روبناست، زیربنا نیست. و بنابراین به جایی رسیدیم که دیگه جریان‌های ایدئولوژیک اعتبار خودشون از دست دادن
و میبینیم روز به روز جامعه رشد کرده و توان خواستهای حقوقی خودش رو داره، از جمله همین پوشش و رفع آن. در این رابطه خانم‌های ایرانی در واقع میشه گفت در گشت ارشاد رو بستن، تموم شد گشت ارشاد اگر این جنبش ادامه پیدا بکنه و مورد حمایت هم قرار میگیرن. من الان دوست، یکی از دوستای من از رشت و یکی دیگر لاهیجان به من خبر داد که خانم‌ها موقعی که تعداد خانم‌های بی‌حجاب تو خیابان‌ها زیاد شده و مورد تشویق و حتی کف زدن مردم قرار میگیرن و این خیلی مهمه و این نشان میده که جامعه نه تنها به حقوق خود توجه کرده، خصوصا نسل جدید از نظر اخلاقی رشد پیدا کرده نسبت به رشته و اخلاق رو، اخلاق حقوقی رو، آزادی خودش رو، خواستهای خودش رو جایگزین انضباط ها کرده، انضباط های دست پاگیر که غیر اخلاقی هم هستن. و این در این رابطه نه تنها لازمه به جنبش توجه کنیم، بلکه به آزادی خواهی و روحیه شفقتی که این جوانان نشان میدن از خود لازمه توجه کنیم که بسیار با ارزش هست و مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت. الان مرحله دوم جنبش رو تموم کردیم، یعنی وارد تموم نمیشه گفت کردیم، ولی داریم یواش یواش وارد مرحله سوم میشیم. مرحله دوم اعتصابات عمومی بنگاه‌های بزرگ، مؤسسات بزرگ بود، اما هنوز کارمندا و اخشاری از مردم نپیوستن، برای اینکه هنوز یک سره بودن جنبش رو رو شک دارن. از الان اگر این، حالا این جنبش خیلی سرعت گرفته، ولی اگر سرعت هم نگیره، مرحله سوم این پیوستن اخشار بزرگ جامعه هستن، خصوصا از همین راه های سمبولیک مثل کشف حجاب خانوما، کشف حجاب هنرمندان و اعلام همبستگی ورزشکاران و کسانی که توان ارتباط مستقیم با جامعه رو دارن. و جوونا یک نکته بسیار مهمی رو نشون دادن و نشون دادن، مثل برخی از جنبش های دنیا مثل بهار عربی، صربستان، اینها احتیاج به رهبر ندارن، خودشون میتوانن جنبش رو ادامه بدن و این بسیار با ارزش هستش. مرسی، خیلی ممنون، زیاد حرف زدم. ممنون از شما. خوش به حال ما که شما رو در جمعمون داریم آقای رایی، به خاطر این اطلاعات مفید و تاریخی که در اختیارمون میذاریم، چون خودم هم به شخص هستم سنم که اصلا قد نمیده، حالا تنبلی که بریم دنبالش و مطالعه بکنیم هم هست متاسفانه. ممنونم ازتون. ولی این بحث حجاب که گفتیم خیلی تشویق کننده است. به نظر من یه چیز قابل توجه اینه که حالا یه شهرهای این چه بودن مثل تهران، شهر اگه قرب اگه هم اکثر هم بدونن، اونا همیشه راحت بودن، اصلا من یادم میاد حجاب اونجا معنی داشته باشه. ولی یه شهرهای مثل یزد و قم و اینا وقتی میبینی که طرف بدون حجاب اجباری میاد بیرون، اون واقعا تشویق داره به نظرم. خیلی هم عالی، ممنون از همه. اگه موافق باشید بریم سراغ بخش بعدی جلسمون، در خدمت آقای مهدی افشارزاده، بررسی هدف 11 سند 23 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. آقای افشارزاده اگه آماده هستیم ما خدمت شما، بفرمایید. با سلام خدمت شما. هدف 11، تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همشمول امن، مقاوم و پایدار. در این هدف تضمین دسترسی همه افراد به مسکن مناسب، ایمن و مقرون به صرفه و خدمات پایه و نوسازی در محله‌های فقیرنشین گنجونده شده. فراهم آوردن امکانات دسترسی به سامانه‌های نقل و انتقال ایمن، مقرون به صرفه، قابل دسترس و پایدار برای همه. ارتقاء ایمنی جاده‌ها به ویژه از طریق افزایش نقل و انتقال عمومی با توجه به نیازهای قشر آسیب‌پذیر که اولویت
با زنان دختران معلوله تا سال 2030. افزایش شهرسازی پایدار و آشفمون و ظرفیت سازی برای طراحی و مدیریت سکونتگاه‌های شهری، تحکیم تلاش برای حفاظت و پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی جهان، کاهش قابل ملاحظه میزان مرگ و میر و تعداد افراد مبتلا به بیماری و کاهش چشمگیر خسارت‌های اقتصادی مستقیم مرتبط با تولید ناخالص داخلی، حالا ممکنه ناشی از بلاهای طبیعی باشه، مخصوصا بلاهای طبیعی که مرتبط با آب باشه، و در اینجا اولویت و تأکید برای حمایت از فقرا و اقشار آسیب پذیره و کاهش سرانه آثار منفی پدیده‌های زیست محیطی بر شهرها، از جمله از طریق توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت زباله‌ها و مواد زائد شهری، فراهم آوردن امکان دسترسی جهانی به فضاهای عمومی و سبز و امنیت این مکان‌ها به ویژه برای زنان و کودکان، اجرای طرح‌ها و اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در جهت فراگیر شدن محیط، کاهش آثار تغییر اقلیم و کارایی منابع و حفاظت که اون موضوعی که حالا ما میخواییم بهش بپردازیم اینه، منابع طبیعی، چیزی که در ایران وجود داره ولی با تشکر از این حکومت در حال نابودیه. باید بدونیم که ایران رتبه اول نابودی منابع طبیعی رو داره. بیش از 30% از آب تجدیدپذیر کشور در طی 2 دهه اخیر نابود شده و از بین رفته. بخش بزرگی از آب تجدیدپذیر باقی مونده ما آلوده است. فرسایش و آلودگی خاک رسما از کنترل خارج شده. تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، آبخوان‌ها، دریاها و کوه‌ها و مخصوصاً معادن بسیار بیشتر شده. بررسی دانشمندان بین دولتی در پانل تغییرات اقلیمی، حالا در سازمان ملل IPC، نشون میده که خاورمیانه و شمال آفریقا در حال تبدیل شدن به منطقه خشکتر و گرمتره که بر افزایش بحران آب دامن زده. حالا چه آیتمایی داره؟ دلایل: افزایش دما، کمبود بارندگی، تغییر نوع و الگوی بارش ها، تشدید خشکسالی های طولانی و وقوع سیلاب های ویرانگرتر. و تخمین زده شده تا سال 2050 میلادی 80 تا 100 میلیون نفر در معرض تنش شدید آبی قرار خواهند گرفت و منابع آبی از بین خواهد رفت. از اون طرف میزان تولید محصولات کشاورزی به دلیل کمبود منابع طبیعی و آب با کاهش چشمگیری مواجه میشه و اینا اثرات بسیار منفی روی محصولات زمین‌های زراعی داره. در ایران وضعیت از سایر کشورهای منطقه بحرانی‌تره، چرا که در اثر سوء مدیریت، کاهش بارندگی، تداوم خشکسالی در سالهای اخیر و بهره برداری بی‌رویه از آب‌های تجدیدپذیر سطحی و زیرزمینی منجر به توسعه پدیده فرونش است و وقوع سیلاب‌های ویرانگر بیشتری شده و این شرایط به بزرگترین چالش زیست محیطی کشور تبدیل شده، چالش جدی که میتونه در سالهای آتی بحران‌های جدی‌تری رو در همه ابعاد، حالا اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حالا فاز بعدی امنیتی و منطقه‌ای دامن بزنه. و متاسفانه در این شرایط رشد افسارگسیخته کشاورزی ناپایدار نیست همچنان در ایران ادامه داره. ما با مروری بر بحران‌های حال حاضر زیست محیطی در کشور خودمون به راحتی می‌فهمیم که اوضاع
محیط زیست و طبیعت در منطقه ما بسیار وحشتناکه، مخصوصا حفاظت از منابع طبیعی. بروز پدیده ریزگردها و گرد و غبار که ناشی از رشد فزاینده بیابانها و افت کارایی سرزمین ماست، این حالت رو تحت تأثیر قرار داده. و از سوی دیگر بروز طوفان‌های نمکی در مناطق شمال غربی ایران به دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه نیز به رشد و سرعت بخشیدن به نابودی منابع طبیعی داره کمک میکنه. این فاجعه است. این فاجعه قابل مقایسه با نابودی دریاچه آرام، بروز طوفان‌های نمکی که زندگی 5 میلیون نفر رو تحت تأثیر قرار میده. حالا تحت تأثیر فقط این نیست که آب کم میخورن، زمین های کشاورزیشون خراب میشه، نه فقط اینا نیست. این طوفان ها، این مشکلات باعث بیماری ها هم میشه، بیماری های ریوی، آسم و سرطان. حالا اگرچه حالا تو این دو دهه اخیر بارها حالا کارشناس های داخلی و خارجی اومدن درباره حفظ منابع طبیعی و کمک به محیط زیست هشدار دادن، اما واقعیت اینه که در ایران حال حاضر برنامه اصولی و مدون برای کاهش این مشکلات و خطرها اندیشیده نشده و نمیشه، چون ایران به لحاظ وسعت، قدمت، عظمت، تاریخ، جغرافی، دسترسی به آب‌های آزاد، منابع طبیعی، ثروت‌های خدادادی، تنوع معادن، هوش، استعداد تحصیلی، چهار فصل بودن، موقعیت بی‌نظیر استراتژیک منطقه‌ای و تنوع دیگه و بسیاری از موارد دیگه بسیار بی‌نظیر در دنیا. و مقایسه ایران در دهه 50 و قبل از اون نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه و حتی خاور دور همواره نشان از بزرگی و برتری و شکوه و جلال داره. ولی متاسفانه با سوء مدیریت در حوزه آب و محیط زیست و همچنین در سایر حوزه‌ها چنان بلایی بر سر کشور اومده که مقایسه ایران در سال 1400 با کشورهای کوچک منطقه نشون میده که در بسیاری از زمین‌ها که حالا قبلا ما افتخار داشتیم دیگه هیچ افتخاری نداریم. و حتی در مواردی مانند بهره برداری بهینه از منابع طبیعی، توسعه پایدار منابع آب و کشاورزی، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ گونه‌های نادر جانوری و گیاهی و در یک کلام حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در رتبه‌های آخر و در مفاهیم فلاکتباری مانند نابودی بخشی از آب تجدیدپذیر سالانه ما، آلودگی منابع آب و خاک ما، آلودگی هوا، تشدید فرسایش خاک و کاهش سرمایه‌های اجتماعی، متاسفانه ما در رتبه اول منطقه قرار می‌گیریم. ولی با توجه به ما گاهی تاریخ رو بخونیم متوجه میشیم که در گذشته همواره ما از پیشگامان مدیریت پایدار منابع طبیعی آب و خاک بودیم. توسعه نامتوازن از هر نظر و در هر کجا نامطلوبه و توجه صرف به جنبه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب و کشاورزی و بی‌توجه به جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، یعنی فقط چیزی که ما در ظاهر میخوام وجود داشته باشه. این سوء مدیریتی بوده که ایران رو در حال حاضر در این مرحله قرار داده. شاخص جهانی برای تعیین حفظ منابع طبیعی حتی مقدار ماده خشک محصول کشاورزی تولید شده با آمارهای جهانی بسیار فاجعه باره و شاخص میانگین بسیار کمتره. ما یه کشور مثال بزنیم، همین فلسطین. حالا در نواری خشک و در یک پهنه جغرافیایی کوچیک قرار داره و با حجم وسیع جمعیت مهاجرم روبروه، از توزیع
بارندگی نامتوازن برخورداره. حالا اون سرزمین های اشغالی هم که نصف بیشترش بیابونه. تمامی این موارد بحران آب رو عملا همزاد این سرزمین کرده بود. ببینید همزاد این سرزمین کرده بود. شرایط منابع و مصارف آب در ابتدا به گونه ای بود که اونا اصلا در مرز ورشکستگی قرار داشتن. اقداماتی هم انجام دادن مثل عرضه آب، کاهش تقاضا، یه ستاد هم درست کردن بین وزارت خانه ای، ولی با مدیریتشون تونستن شبکه های آب رو، یعنی به جای اینکه شهرداری مسئول نگهداری شبکه های آب باشه، اومدن تعاونی های محلی نگهداری کردن و وجود آوردن خارج از بدنه شهرداری و در نتیجه زیرساخت های آبی به وجود اومد و منابع طبیعی حفظ شد. و در واقع باید بگیم که اون چیزی که در ایران، اون چیزی که در هدف 11 بهش اشاره میشه، مخصوصا در ماده 11، کاهش آثار تغییر اقلیم، حفظ منابع طبیعی، کارایی منابع، باید بگیم در ایران تنها دلیلی که میشه براش آورد فقط سوء مدیریته. حالا در یه قسمت هستن کسانی که صحبت میکنن نه تغییرات اقلیمیه، همه دنیا اینجوریه. شاید در همه دنیا هم اینجوری باشه، ولی در اون جای دیگه، در کشور دیگه، اون مسئول و اون مدیر میشینه برنامه ریزی میکنه، میشینه کارشناس میاره، تجزیه تحلیل میکنه تا به نتیجه درست برسه. نه مثل ایران که زمانی که بارون نمیاد وقتی بارون نمیاد دست به دعا و نماز بارون میزنن به جایی که بخوان اون مورد رو کارشناسی کنن و دلایلش رو پیدا کنن. و اینا تمام این موارد فقط به خاطر سوء مدیریت. سپاسگزارم از همه شما خوبان. عذر میخوام بابت صدای محیط، ما هنوز سر کار هستیم. من مایک رو میبندم. ممنون بررسی هدف 11. خب دوستان، در این مورد اگر چیزی میخواید اضافه بکنید میشنویم ازتون. بفرمایید جناب رئیس. بله خیلی ممنون و سپاس از مطلب بسیار خوبی که مطرح کردن، چون اینا مسائل اساسی ما هست. ایران مسئله مضاعفش اینه که همیشه با مشکل آب دست پنجه نرم کرده. حالا از اینا که بگذریم، از این مسئله فرونشست زمین و سیل جاری شدن که در واقع از مسائل اساسی و پیشیده ما هست، آقای افشارزاده به خوبی باز کردن. یکی از چند تا موزل بزرگ جهانی هست که ما هم باش دست پنجه نرم می کنیم. در زمینه این سکونت پایدار، شهرهای پایدار و سرزمین‌های پایدار لازمه توجه کنیم که حالا اگر این بعضی از تخمین‌های علمی درست باشه، زمین میتونه برای 15 میلیارد نفر مواد غذایی تهیه کنه به صورتی درست استفاده کنیم ازش. اما با کودهای شیمیایی ما داریم خاک‌ها رو خراب می‌کنیم. شرکت‌های بزرگی مثل مونسانتو جنایتکار هستند. در واقع این شرکت‌های بزرگ، اینها، حالا این شرکت رو شرکت بزرگ بایر خریده، اما اینا هستن که این بذرها، این کودهای شیمیایی و اینا رو در سطح دنیا پخش کردن و اینا هستن که کره زمین رو در واقع با مواد شیمیایی دارن از بین میبرن. یعنی ضربه های بسیار اساسی دارن میزنن. یکی از مشکلات بزرگی که پیش آورده که در جریان کرونا دیدیم، مسئله مواد در واقع مزاحم شیمیایی هستن که توی مواد تنظیف کننده و در واقع مواد شستشو و شامپو و وسایل روزمره که همش شیمیایی هستن باش سرکار داریم.
اینها مریضی های مختلفی رو ایجاد میکنن، از جمله حد زده میشه که این کرونا هم میتونه در اثر همین مواد شیمیایی مضر باشه که در زندگی روزمره ما، در خونه های ما و در مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی ما اینا هست. پس بنابراین توجه داشته باشیم که به تدریج ما داریم به طرف دنیایی میریم که دیگه فضاهای بزرگ و خونه های بزرگ لازم میشه جای خودش بده به آپارتمان نشینی، به علت تراکم جمعیتی که داره ایجاد میشه در سطح دنیا. الان به سرعت از 6 میلیارد ما رسیدیم به نزدیک به 8 میلیارد و همینطور داریم میریم به طرف 10-12 میلیون در تا سال 2050 اگه اشتباه نکنم. و این نشون میده که ما هم به هم نزدیک میشیم در زندگی در شهرهای بزرگ و این مریضی های زیادی ایجاد میکنه به خاطر همین مواد مخدر شیمیایی مضر. و همین که مواد شیمیایی که غذاهایی هم که میخوریم آلوده است و بنابراین محیط زیست ما آلوده است، شهرهای ما آلوده است، غذایی که میخوریم آلوده است، اطراف شهرهای ما برای زندگی، حاشیه شهرها و کشاورزی ها، آبهای ما همه آلوده است، دریاها، اقیانوسهای بزرگ تبدیل کردیم به زبالدان های بزرگ. مثلا الان دریای مدیترانه سطل آشغال شده بین اروپا و اون طرف اسرائیل و فلسطین و ترکیه و اینا قرار گرفته این دریای مدیترانه. دریای به این بزرگی رو ما به سطل آشغال تبدیل کردیم. در واقع یه قسمتیش برمیگرده به این مسائل، قسمت دیگه هم برمیگرده به این که اصلا لازمه که در با یه آرشیتکتی من صحبت میکردم از دوستای ما، لازم میشه شهرسازی ها دگرگون بشه. به عنوان مثال فضای سبز چون در بسیاری از شهرهای بزرگ کمه، لازم میشه به عنوان مثال سقف خونه ها سبز بشه، نمای خونه ها سقف بشه. چرا؟ به علت اینکه حالا با این شیوه زندگی که ایجاد شده، گرمای زمین داره میره بالا، آسفالت و نمای ساختمون ها حرارت محیط زیست رو به طور متوسط 4 درجه میبره بالا. نمای ساختمون ها که سبز بشه، سقف ساختمون ها که سبز بشه، فضای سقف که سبز بشه، یک مقداری درجه حرارت رو میاریم پایین و حداقل میتونیم 2 درجه درجه حرارت، بعضی ها میگن تا 3 درجه هم میشه درجه حرارت رو آورد پایین. بنابراین مشکلات ما چندین گونه است. یعنی ما با چند تا بحران کلان در سطح دنیا رو هستیم. یک بحران محیط زیسته، یک بحران اقتصادیه، یک بحران آلودگی هست، یک بحران در واقع ایدئولوژی ها و تفکرهای اداره کردن جمعی هست و یک بحران تعریف که در این رابطه یک بحران تعریف رشد وجود داره. ما به جای اینکه رشد رو در زندگی تعریف کنیم، اومدیم رشد رو در مرگ تعریف میکنیم و رشد شرکت ها مهمه، نه به ضرر کره زمین، به ضرر زندگی ما، به ضرر سلامت ما. حتی به جایی رسیده که رسانه ها خبرها رو سانسور میکنن به میزان زیاد، جلوی تحقیقات مشترک رو میگیرن. در جریان کرونا دیدیم و آن خبرهایی رو که میخواهن، اون مجموعه تجزیه تحلیلایی رو که شرکت های بزرگ میطلبن، اونها رو به خورد مردم بدیم. یعنی به جای اینکه تحقیقات آکادمیک رو دنبال بکنیم، تحقیقات گروهایی رو داخل شرکت ها به خورد ما میدن. اون هم اون تحقیقات اون جایی رو که شرکت ها به نفعشون نباشه حذف میکنن. پس بنابراین با یک بحران بزرگ رسانه هم مواجه هستیم. این بحران های کلان یک پیچیدگی در زندگی ما ایجاد کردن که احتیاج به یک جنبش جهانی داره و جنبش اخیر ایران یک نمونه است. توجه داشته باشیم اگر انقلاب باشه یک پدیده جهان است. این جنبش چیکار داره میکنه تا حالا نشون داده و موفق هم است و میتونه ادامه بده؟ این جنبش داره قدرت رو حذف میکنه از تو رابطه ها و آمپاتی و دوستی رو داره جایگزین میکنه. و این جنبش با این روحیه، با این اخلاقی که داره، نمیتونه نمونه دنیا نباشه و مورد توجه دنیا قرار و تحسین دنیا قرار نگیره، برای که دنیا دنبال راه حل میگرده. توجه شما رو جلب میکنم به چند تا اظهار نظر بسیار بزرگ در همین رابطه.
گورباچوف موقعی که در دهه 90 آمد به فرانسه، رفت با دانشمندهای فرانسوی ملاقات کرد، با مجلس فرانسه هم ملاقات کرد. به گورباچوف گفتن دیگه ما راه حل نداریم توی غرب، این لازم این راه حل پیدا بشه در سطح دنیا، و بنابراین تمام دنیا دنبال این راه حل هست. و الان کسانی پیشتاز بودن مسئله قدرت رو باز کردن و مطرح کردن تخریب قدرت رو، و این به صورت مردمی الان در ایران اولین جنبشی هست که توجه داره میکنه. به خود، به کرامت خود اهمیت میده جوان ایرانی. جوان ایرانی در این جنبش پدر مادرای خود رو تحت تاثیر قرار داره، یعنی جوان ها پدر مادر خودشون رو دارن تربیت میکنن از جنبه حقوقی. پدر مادراشون اون چیزهایی که توجه نمی کردن و اون چیزهایی که می دانستن قسمت زیادی رو جوان اصلا رد می کنن، می بینن غیر حقوقی است، می بینن ربطی به زندگی نداره. و بنابراین ما با یک وضعیت جدید در مقابل یک وضعیت جدیدی قرار داریم که قبلا پیش بینی شده بود در دهه 70 میلادی. در دهه 70 میلادی پیش بینی شد کشورهای ثروتمند دنیا اینقدر ثروت دارن و اینقدر منافع دارن که پیشتاز تحولات اساسی در سطح دنیا نمیتونن بشن، و این قرعه به کشورهای جهان سومی که تا حدی رفاه دارن، تا حدی میتوانن فکر بکنن میخوره، که این دفعه قرعه به نام ما خورده. بنابراین جنبش بسیار بزرگه. یا موفق میشه، و توجه داشته باشیم سرمایه گذاری میکنن رو توطئه ها، سرمایه گذاری میکنن رو سرکوب، سرمایه گذاری میکنن رو حمایت از این رژیم، و همه اینا رو ما داریم خونسا میکنیم. و این خونسا کردن ما در واقع از جمله در همین زمینه زیست پایدار اثر خواهد گذاشت. در اینکه ما مشکل آب رو در ایران حل نکنیم، ما مشکل مدیریت رو خوب حل نکنیم، کارایی ها رو که وجود دارن از اونا استفاده نکنیم، ایران خودمون حتی نمیتونیم توش زندگی بکنیم. خیلی ممنون، مرسی. ممنون جناب رای. خب دوستان اگر موافق باشید بریم سراغ سخنرانی. در خدمت خانم آیلار اسماعیلی هستیم با موضوع هنرمندان و اعتراضات اخیر. بفرمایید خانم اسماعیلی. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی. روزنامه شرق در گزارشی که منتشر کرده نوشت کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما با همکاری خانه تئاتر و موسیقی اعلام کرده است در مدت اعتراضات اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها دچار ممنوعیت کار شدند و قرارداد عده‌ای هم فسخ شده است. اعضای این کمیته برای حفظ حقوق بازداشت شدگان از انتشار اسامی آنان خودداری کردند. مژگان ایلانلو مستندساز از جمله هنرمندانی است که در بازداشت به سر می‌برد. هنرمندان بازداشت شده در زندان‌های ابین، فشاپویه، قرچک، تبریز و سنندج محبوسند. در جریان اعتراضات اخیر در ایران برخی از چهره‌های ورزشی و هنری از اعتراضات مردم حمایت کردند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی این حمایت را بی‌ارزش دانست و از قوه قضاییه خواست درباره اینکه موضع‌گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه تصمیم گیری کند. علاوه بر بازداشت برخی از هنرمندان معترض در هفته‌های اخیر، بهرام رادان، مانی حقیقی و همایون شجریان هم از ممنوع خروج بودن خود خبر دادند. به گفته علیرضا حسینی، یکی از اعضای این کمیته، 10 مستندسازی که نامشان در این فهرست وجود دارد، از پیش از اعتراضات جاری به دلیل سفرها و شرکت در ورکشاپ درگیر دادگاه شدند و 6 نفر هم به خاطر بیانیه تفنگت را زمین بگذار در فهرست هستند. پس از انتشار اولین بیانیه تفنگت را زمین بگذار امضا شده از سوی جمعی از سینماگران در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی نیروهای مسلح، رسولوف و مصطفی آل احمد از امضا کنندگان بیانیه بازداشت شدند و جعفر پناهی، دیگر فیلمساز امضا کننده، نیز برای گذراندن محکومیت پیشین خود راهی زندان اوین شد. آقای حسینی اضافه کرد 26 نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در لیست حضور دارند. تعدادی از دستگیر شدگان، نویسنده، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و
و مستندساز هستند و متاسفانه دچار پرونده قضایی شدند. همچنین مهدی کوهیان، دیگر عضو این کمیته، گفت هنرمندانی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشتند. برخی هم در خیابان دستگیر شدند. او از کم شدن همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با این کمیته خبر داد و گفت که احکام برخی از هنرمندان صادر شده و برخی دیگر نیز در انتظار صدور حکم هستند. این عضو کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران، نداشتن وکیل در مرحله دادسرا را یکی از نگرانی‌های موجود برای بازداشت شدگان دانست و آن را ناقض حق دسترسی آزاد متهم به وکیل توصیف کرد. همچنین در حالی که فهرست هنرمندان بازداشت شده یا ممنون فروش تا حدودی مشخص است، آقای کوهیان تاکید کرد که هنوز لیست دقیقی از تعداد ممنون کارها وجود ندارد، زیرا ممنون کاری را به کسی اعلام نمی کنند. یک ماه پیش از آغاز اعتراضات ایران، محمد خزایی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، از تهیه فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. در دهه‌های اخیر همواره فهرست‌هایی از سینماگران ممنوع کار وجود داشته، اما نخستین بار بود که یک مقام بلندپایه وزارت ارشاد صریحاً و علناً از تهیه آن خبر داد. همچنین اواخر مرداد محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، از اقدام سازمان سینمایی ایران برای تهیه فهرست هنرمندان ممنوع شده از کار دفاع کرد و بار دیگر هنرمندان را تهدید کرد که اگر به گفته او خلاف منافع ملی کار کنند یا علیه جمهوری اسلامی ایران سخن بگویند، دچار ممنوعیت فعالیت هنری خواهند شد. در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود 100 نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج ها می شود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می شوند. اعضای کمیته معتقدند ادامه این وضع برای کل جامعه خوب نیست و به عنوان نمایندگان خانه سینما خواستار تسریع روند آزادی ها هستند. حسینی به عنوان نماینده هیئت مدیره خانه سینما در این کمیته از انتظارات این کمیته میگوید: انتظار ما این است که بازداشت شدگان مورد عفو قرار بگیرند و در زندان نمانند. حکم‌ها نباید سنگین باشد. بایستی تمهیداتی اندیشه شود که مشکل همه مردم و بازداشتی‌ها و نه فقط هنرمندان زودتر حل شود. من در مقامی نیستم که کسی را مقصر بدانم، اما معمولاً در دعوا از آنهایی که مسئولیتی دارند و آنهایی که قدرت در دستشان است انتظار می رود با درایت بیشتر و مسلحانه کار را دنبال کنند. اینها همه فرزندان یک خانه و مملکت هستند. برای هر کس اتفاقی بیفتد، برای همه مردم دردآور است. به هر حال جوانند، احساس دارند و حق دارند. حق دارند تا جایی که مسالمت آمیز باشد و حقوق، جان و مال شخص دیگری را به خطر نیندازد، اعتراض کنند. توماج صالحی، خواننده ترانه های رپ اعتراضی، اماد قوی دل، خواننده ترانه های رپ سیاسی و اجتماعی، زینب موسوی، استنداپ کمدین اهل قم و خالق شخصیت امپراتور کوزکو، سامان یاسین، خواننده ترانه رپ اهل کرمانشاه و نیک یوسفی، عکاس و فیلمساز، از جمله هنرمندان سرشناس بازداشت شده در اعتراضات اخیر هستند. اسامی برخی از شاعران و نویسندگان هم در میان بازداشت شدگان دیده می شود. از جمله مونا برزویی که به اتهام تشویش به اختشاش و همصدایی با دشمن بازداشت شد. در این میان روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زیادی هم بازداشت شدند. مرضیه امیری و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه شرق، الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار خوزستانی، یلدا معیری، عکاس خبری، نازیلا معروفیان، خبرنگار و فعال رسانه‌ای، و آریا جعفری، عکاس مطبوعاتی با سابقه از جمله این بازداشت شدگان هستند. توقع و درخواست از چهره‌های مشهور هنری ایرانی برای حمایت از مردم از جمله موضوعاتی است که در میانه برگزاری اعتراضات و سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و کشته شدن معترضان در افکار عمومی ایرانیان مورد توجه است. همین فشار افکار عمومی بود که به طور مثال باعث شد امین حیایی، بازیگر سرشناس که در نخستین واکنش صرفاً به تسلیت گفتن و اظهار تأسف پسنده کرده بود،
با انتشار ویدیوی دیگر از سرکوب مردم بگوید و اینکه ما صدای مردم هستیم و خطاب به حکومت اعلام کند با سرکوب مردم نمیتوانید صدای آنها را خاموش کنید. در نمونه دیگر همایون شجریان که در واکنش به سرکوب اعتراضات ابتدا اعلام کرده بود خواستار پایان خشونت و بازنگری قانونی هستم که پیشتر نوشته شده، ولی امروز زنان و مردان ایران زمین خواهان تغییر آن هستند. یک روز بعد با استفاده از هشتگ مهسا امینی و همچنین هشتگ تفنگ از زمین بگذار نوشت نکشید این مردم را. این مردم سزاوار زندگی هستند، نه مرگ. این مردم سزاوار شادی و آزادی هستند. کشف حجاب برخی زنان بازیگر در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردم از جمله واکنش‌های عملی بوده که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از آن به طور چشمگیری استقبال کردند. از جمله این چهره‌ها کتایون ریاهی بود، چهره‌ای که سال‌هاست از بازیگری دست کشیده اما فعالیت مدنی گسترده‌ای دارد. کتایون ریاهی عکس بدون روسری خود را با هشتگ مهسا امینی و زنان ایرانی صدای یکدیگر هستند منتشر کرد. پیش و پس از خانم ریاهی، معصومه قاسمی پور، شبرم فرشادجو، مریم بوبانی، شیوا ابراهیمی و پگاه آهنگرانی از دیگر زنان بازیگری بودند که تصمیم گرفتند حمایتشان از اعتراضات سراسری مردم ایران را با برداشتن حجاب خود اعلام کنند و آناهیتا همتی هم موهایش را تراشید. پگاه آهنگرانی علاوه بر این در جمع معترضان در برلین در مقابل دوربین تلویزیون از بیش از 40 سال سرکوب و اختناق و سانسور جمهوری اسلامی هم ابراز انزجار کرد. در میان اهل هنر واکنش کیهان کلهر، موسیقیدان و نوازنده سرشناس به ادامه سرکوب اعتراضات رنگ دیگری داشت. کلهر روز یکشنبه 3 مهر در پیامی بلند و مکتوب ابتدا یادآوری کرد که سالهاست گفتن را هم به بخشی از کنسرت‌هایش اضافه کرده. گفتن از وطنم ایران، از کشتار و حذف سیستماتیک، از شکنجه، ترور، خفقان، از بریدن نان اهل علم و فرهنگ، از بلای سانسور، از تبعیض و فساد و نیز از عشق و انسانیت و اتحاد. کیهان کلهر در ادامه از همکارانش مصرانه خواست که هیچ فعالیتی اهم از نمایش و کنسرت و برگزاری جلسات فرهنگی را علل خصوص در ایران لغو نکنند. این نوازنده که شهرت بین‌المللی نیز دارد در استدلال درخواست خود نوشت 40 و چند سال است که هر روز با این ماشین سرکوب جنگیده ایم. لغو و عدم اجرای برنامه‌های فرهنگی خواست کسانی است که از اجتماع و اتحاد و تعالی و تفکر مردم می‌هراسند. و در پایان از همه هنرمندان خواست که امروز با هر علم و هنری که دارید در صحنه و در کنار مردم بایستید و همه را به اتحاد فراخوانید. اعلام موضع مهران مدیری، بازیگر و مجری و کارگردان نیز از مواردی بود که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. مهران مدیری با انتشار ویدیویی گفت که این روزها حال هیچ کس خوب نیست و در اعتراض به سرکوب اعتراضات گفت از این پس راضی نیست هیچ برنامه و تصویری از او در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شود. برخی کاربران به او ایراد گرفتند که او در اعتراض خود از چیزی مایه گذاشته که از نظر حقوقی مالک آن نیست. اما اغلب کاربران همین میزان واکنش او را نیز نشانه ریزش از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی توصیف کردند و نوشتند هر چهره مشهوری با هر سطح واکنش که در کنار مردم بایستد نشانه تحولی بزرگ است. با این حال این قضاوت به طور کامل شامل حال هومن سیدی نشد. بازیگر و کارگردان سینما که فیلم او به عنوان نماینده سینمای ایران راهی اسکار شده است، هومن سیدی با انتشار عکسی از خود در کنار حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران و کشیدن ضرب در روی عکس خود نوشت این ننگ برای من هیچگاه پاک نخواهد شد. انزجار دارم از خودم از اینکه ساده لوحانه برای فردای بهتر قدمی در مسیر برداشتم. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی این نوع اعتراض هومن سیدی را نوعی وسط بازی توصیف کردند، به گونه‌ای که امکان ارسال فیلمش به اسکار در دولت ابراهیم رئیسی هم از بین نرفت. اما کاربرانی نیز از همین میزان واکنش استقبال کردند با این استدلال که اعتراضات مردم ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همدلی است.
اما واکنش تازه‌ای اسخر فرهادی، سینماگر سرشناس در سطح بین‌المللی، موردی بود که حتی برخی منتقدان او را هم به گونه‌ای و تا حدی غافلگیر کرد. اسخر فرهادی که قبلاً هنگام بستری بودن مهسا امینی در بیمارستان نوشته بود ما شریک این جنایتیم، روز یک شنبه دوم مهر ویدیویی به زبان انگلیسی منتشر کرد و در آن از همه هنرمندان، سینماگران، روشنفکران و فعالان مدنی سراسر دنیا خواست تا با همبستگی خود با مردم تا همبستگی خود را با مردم ایران ابراز کنند. فرهادی در این پیام ویدیویی به زبان انگلیسی گفت این یک مسئولیت انسانی است و میتواند امید ایرانیان برای دستیابی به این هدف زیبا و تاریخی را که در اینجا به دنبال آن هستند بیشتر کنند. همانطور که انتظار میرفت، درخواست اسخر فرهادی از هنرمندان جهان بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های حوزه فرهنگ و هنر دنیا پیدا کرد و همچنان در حال گسترش است. جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان معترضی هستند که به تجربه اعتراضات گذشته اگر اکنون در زندان نبودند احتمال پیشرو بودنشان در همراهی با اعتراضات میرفت. اما از میان دیگر کارگردانان سینما واکنش مسعود کیمیایی بازتاب گسترده‌ای داشت که روز 31 شهریور با انتشار ویدیویی گفت مهسا امینی را کشتند و این خود همان موضوع اصلی است و باعث می‌شود پاشنه کفشت را ور بکشی. کیمیایی همچنین برخی همکاران خود را دو دوزه باز خواند و خطاب به آنها گفت دیگر فرصت نیست دروغ بگویی، دروغ نگو. نمونه دیگر از واکنش‌ها که با اقبال گسترده مواجه شد. پست اینستاگرامی پارسا پیروزفر بود، بازیگر محبوبی که اتفاقاً این روزها سریالی با بازی او در شبکه‌های خانگی در حال پخش است. پارسا پیروزفر در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری در اینستاگرامش نوشت کدام آب مقدس این خونها را خواهد شست؟ کدام بهشت پاداش آتش این گلوله هاست؟ واکنش این بازیگر سرشناس از این جهت نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفت که آخرین پست اینستاگرام او قبل از این پست مربوط به اعتراضات آبان 98 بود، اعتراضی که رویترز گزارش داد در جریان سرکوب آن حدود 1500 نفر از مردم ایران با شلیک ماموران جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. بهمن قبادی کارگردان ایرانی روز 29 شهریور با انتشار ویدیویی خطاب به چهره‌های هنری و ورزشی گفته بود مردم ما هنرمندان را آدم کردند و از آنان خواسته بودند با توجه به میلیون ها فالووری که دارند بدهیشان را به مردم پس بدهند. در میان انبوه بازیگران و چهره های ورزشی و هنری بیشمارند آنهایی که در واکنش به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردمی به نوشتن تسلیت یا سیاه کردن صفحه های شخصی خود در اینستاگرام و یا انتشار شعر یا عبارتی احساسی پرداختند. اما گستردگی اعتراضات که امروزه در تمامی شهرهای ایران همچنان در جریان است و نیز سرکوب شدید این اعتراضات که تاکنون به کشته شدن هزاران معترض انجامیده، سطح انتظارات از این چهره ها را بسیار فراتر از این میزان برده است. بهمن قبادی در پیام ویدیویی خود تاکید کرده بود که با یک شعر سر مردم کلاه نمی رود. جرأت داشته باش. فکر کن جینا همسر یا خواهر یا دختر توست. قلم بردار و اعتراض کن و مردم را یاری بده. با این حال شماری از هنرمندان در روزهای اخیر به جمع حامیان مردم پیوستند. این واکنش ها در حالی اعلام می شود که ارسال پیام های تهدیدآمیز نهادها و مقامات جمهوری اسلامی ایران خطاب به هنرمندان و چهره های حامی اعتراضات هرچه در سطح رسانه ها و چه به طور خصوصی ادامه دارد. علاوه بر تهدید از سوی وزیر کشور، محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد هم خطاب به هنرمندان زنی که روسری برداشتند گفت امکان ادامه فعالیت در شغلشان را ندارند و می توانند آزادانه وارد فعالیت‌های دیگری بشوند. در واکنش به تهدیدهای خصوصی، ریحانه طراوتی یک شنبه 3 مهر پیامی را از هدیه تهرانی بازیگر سرشناس منتشر کرد که در آن خطاب به نهاد امنیتی که به او اخطار داده است گفته نه من رهبر این مردم هستم و نه مردمی که جانشان به لب رسیده است. نیازی به دعوت من و امثال من دارند. میزبان این ضیافت خونین خود شمایید. هدیه تهرانی در پایان پیامش همچنین اعلام کرده است. ما مردم کنار هم خواهیم بود و بدانید که تنها راه ارتباط من با مردم خیابان است. با امید به آزادی ایران عزیزمان. مرسی از اینکه سخنرانی منو گوش دادید.
شما خانم اسماعیلی، ممنون بر موضوعی که انتخاب کرده بودید و مواردی که بهش اشاره کردید. یه سری از اخبار فکر کنم جدید جا مونده بود، مثلا در مورد همین خانم ترانه علی دوستی فکر کنم که اخیراً برداشتن حجابشون رو، و چند تا خانم هنرمندی که بعد از ایشون این کار کردن هم که اخبار بروزتری هستن در واقع. خب دوستان اگر موافق باشید، چون که بحث آزاد جلسه هم مرتبط هست تقریبا با سخنرانی که خانم اسماعیلی انجام دادن، بریم سراغ بحث آزاد جلسه و نقطه نظرهاتون در مورد سخنرانی خانم اسماعیلی رو هم در بحث آزاد بشنوید. بحث آزادمون در مورد حق اعتراض هست و تأثیر هنر در اعتراضات سراسری، و از اونجایی که هنر چیز جدایی از هنرمند نیست، میتونیم این دوتا مقوله رو همزمان با هم در واقع پیش ببریم. توی این مدت 60 و چند روز فکر میکنم اتفاقات خیلی عجیب و بزرگی توی زمینه هنری افتاد از طریق همین اعتراضات، در واقع هنر اعتراضی، که حالا اگه دوستان توی جلسه که با آقای نیستانی بود حضور داشتن، اونجا هم راجبش خیلی صحبت کردیم و راجب تاثیر هنر که چقدر مهم واقع شد در واقع، به خاطر اینکه هنر یک زبان بین الملل هست، نیاز به توضیح و تفسیر نداره و خیلی چیزها رو خیلی ها که ببینند حتی اگر ایرانی و فارسی زبان نباشن متوجه اون خواهند شد. پیشنهاد میکنم بهتون اگه اینستاگرام هستین، در فضای اینستاگرام فعالیت میکنین، پیج ایرانیان پاپس آرت رو دنبال کنید که توی این مدت فقط داره آثار فعالیت، یعنی هنرمندایی که توی این زمینه فعالیت کردن، یا هنر یا حالا نقاشی کردن، ویدیو ساختن، آهنگ ترانه، هرچی اونجا انتشار میده و واقعا کارهای خیلی خیلی خوبی داره اونجا منتشر میشه، که من واقعا تشکر میکنم از تک تک این هنرمندا. اما اتفاق خوبی که افتاد، یعنی شروع کنندش در واقع اون ترانه شروین بود برای، که خیلی تاثیرگذار بود، همچنان تاثیرگذار هست و خیلی از هنرمنده دیگه فکر میکنم به چندین زبان دنیا این ترانه بازخوانی شد. خیلی از هنرمندان داخلی و خارجی ایرانی این ترانه رو خوندن و یه بخشی داره توی، اگه اشتباه نگم، بخش آثاره، یعنی در واقع آهنگ تاثیرگذار اجتماعی یا سیاسی، یه همچین عنوانی داره توی جشنواره گرمی که کار شروین اونجا کاندید شده و تا الان فکر میکنم بیشترین در آورده و احتمال اینکه این ترانه جزء ترانه های یعنی برگزیده بشه توی جشنواره گرمی خیلی زیاده. همطور که میدونیم خب گرمی تقریبا یکی از معتبرترین جشنواره های فستیوال های موسیقی آهنگ دنیاست. اتفاق دیگه ای که میتونیم در موردش صحبت کنیم بیانیه هایی که حالا خانه سینما داد، خانه موسیقی داد، این اخیراً خانه عکاسی هم یه بیانیه داد و در واقع اعتراض نامه بود بیشتر تا بیانیه، و داشت در مورد صحبت میکرد که چرا عکاسان اجازه ندارن عکاسی کنن و یادآور شده بود مثلا جنگ ایران و عراق رو گفته بود. خب عکاسان مستعد در اون زمان بودند که این آثار رو ثبت کردن و خیلی از اتفاقات رو ثبت کردن، چرا الان عکاس ها اجازه ندارن که وقایع رو ثبت بکنن حتی اگه بی‌طرف باشن؟ خب همطور که می‌دونید خیلی خیلی زیاد عکاسان زیادی توی این چند روز متاسفانه دستگیر شدن، حتی آدم‌های معمولی هم که خیلی جا با موبایل عکس یا فیلم برداری کردن هم دستگیر شدن و اینا خبرهای ناراحت کننده ای هستش. اما برسیم به بخشی که خانم اسماعیلی راجعش صحبت کردن، تاثیر هنرمندا توی این زمینه. یه حرفی زدن که من همیشه این حرفا رو گفتم تو جلسات کمیته هنر و به شدت باش موافقم، این که اصلا هنرمند چجوری هنرمند میشه، چجوری میلیونی فالوور میگیره و چجوری شناخته شده میشه. یعنی آدم ها هستن، مردم هستن که یک هنرمند، یک انسان شناخته شده میکنند به نظر من، در کنار این که حالا آن فرد شایستگی هایی دارد، آن فرد تحصیلاتی کرده و هر
هر فاکتور دیگه ای، یک بخش شاید 50% یا حتی بیشترش برمیگرده به این که مردم با حمایتشون منجر به این شدن که آن هنرمند انسان شناخته شده ای بشه. و من طرفدار یک هنرمند از هنرمند در این برهه زمانی توقع دارم که موضع خودش رو مشخص بکنه. و چیزی که اتفاق افتاد، خب خیلی از هنرمندا موضعشون رو مشخص کردن، اصلا از قبل مشکل داشتن با جمهوری اسلامی که خب خیلی هاشون خانم اسم بردن توی سخنرانیشون و خیلی ها همچنان تکلیفشون روشن نیست. خیلی ها یهو اول کار اومدن هشتگی مسامی زدن، بعد یهو پشیمون شدن، ترسیدن یا هرچی، یا خیلی ها میبینیم اولش سکوت کردن الان دارن حمایت میکنن. به نظر من اینکه دیر این کار رو انجام دادن خیلی مهم نیست، میتونیم فاکتور بگیریم از این موضوع، ولی بالاخره این کار رو انجام دادن و این به نظر من ارزشمنده. حالا هر وقتی که به مردم بپیوندن به نظر من میتونه مفید باشه. بفرمایید آقای مانیری، میشنویم شما رو. مرسی. اول از همه سلام، محصله بنده هست. خانم دژم، شما راجع به توقع صحبت کردید. حالا توی جلسه‌ای که با آقای نیستانی داشتیم، آقای نیستانی فرمودن که خب به هر حال همه این توقع رو دارن، یعنی همه طرفدارا از هنرمندا این توقع رو دارن، اما دیگه فرصت نشد متأسفانه این سوال رو من مطرح بکنم، اینکه خب حالا اگر این توقع برآورده نشد، مردم چه حد از واکنش رو در واقع محق هستن، یعنی چقدر حق دارن واکنش نشون بدن نسبت به اون هنرمند، تا چه حد، و اصلا حالا این توقعی که داریم دقیقا حالا شما فرمودید، این که اصلا خیلی کاملا موضع مشخصی است، مثلا یه خورده مثلا در حد تسلیته، در حد مثلا سیاه کردن عکس پروفایله، که حالا از اون طرف خانم اسماعیلی فرمودن بعضیا واقعا توقعشون بیشتر از این هاست که دقیقا موضع مخالفتشون رو مثلا نسبت به جمهوری اسلامی بیان بکنن، نسبت به سیاست‌های حکومت دقیقا موضعشون رو بیان بکنن. حالا این توقع وجود داره، حالا خیلی ها این توقع رو برآورده نکرد. من اتفاقا سوالم از دوستان، از بقیه همکاران اینه که واقعا حالا اگر هنرمندی این توقع رو برآورده نکرد، ما تا چه حد حق واکنش داریم؟ یعنی این که ما باید اون شخص رو، حالا هر چند اجتماعی، نه از لحاظ قانونی، چون مطمئنن از لحاظ قانونی ما حق نداریم کسی رو محکوم کنیم، اما از لحاظ اجتماعی آیا حق داریم اون شخص رو محکوم کنیم و بگیم که، و حتی به بعضیاشون انگ بزنیم که شما در واقع موتورهای پیشراننده جمهوری اسلامی هستید، نه یعنی سمت مردم نیستید و سمت جمهوری اسلامی هستید. حالا آقای رایت مشتاق هستم نظرشون رو بشنوم. من خودم تا حدودی نظر شخصیم به این شکله که نباید اونقدر انتظار شدیدی داشته باشید. حالا دوستان جواب بدن که باز من یه سری سوالات جالبی توی ذهنم هست. مرسی بابت زمان دادن. ممنون از شما آقای مانیری. ببخشید آقای رای، من یه چیز کوچیک بگم بعد شما رو بشنویم. من نظر شخصی خودم اول از همه بگم این که درسته من آدم متوقع هستم نسبت به موضع هنرمند تا به عنوان کسی که دنبال کننده حالا اون شخص و اون هنرش هست، اما اینجوری هم نباید الان وقتمون رو بذاریم رو این که شمایی که الان اعتراض نکردی چی؟ به نظر من واقعا وقت این حرفا نیست. من به عنوان یک انسان معمولی اگه تو فضای مجازی هنرمند دنبال کردم تا الان و بعد این 60 روز دیدم که ایشون هنوز مثلا هیچ واکنشی به اتفاقات اخیر ایران نشون نداده، فقط ایشون رو آنفالو کردم از اینستاگرام، همین. و این اتفاق چیزی که من بهش در واقع
مطمئنم که اتفاق میفته. توی آینده اینا خودشون ناخودآگاه هست میشن، یعنی آدم هایی که امروز به مردم اهمیتی ندادن مطمئنن تو آینده دیگه مردم هم به اونا اهمیتی نمیدن و ناخواسته این اصلا از خودشون انگار میرن تو حاشیه و خب خیلی هاشون متوجه این موضوع نیستن واقعا هنوز، ولی این اتفاقی که خواسته یا ناخواسته میفته اصلا به من تو شکی نیست. یه نکته دیگه هم گفتید آقای مانیلی، من خواستم به این نکته اشاره کنم. ضمن این که من با خیلی از رفتارهای مردم هم موافق نیستم، مثلا اینکه حالا خانم مهناز افشار از تظاهرات کردن بیرون یا رفتارهایی که مثلا با آقای محسن نامجو انجام دادن، کاری ندارم که اونا چه پیشینه هایی دارن، چه اتفاقاتی افتاد، چه کارهای ناشایستی در واقع توی ایران انجام دادن، چه بلایی سر مردم آوردن یا هر چی، ولی من میگم الان وقت انتقام جویی نیست، بهتره که روی چیز دیگه متمرکز باشی. این نظر شخصی من. بفرمایید جناب رئیس. بله خیلی ممنون. به این مطلبی که شما با هم گفتگو داشتین هم خواهم پرداخت. خواستم به شما بگم که این هنر اعتراضی سابقه طولانی داره در کشور ما. از انقلاب مشروطه شما آثار ایرج میرزا رو، میرزاده عشقی رو، عارف قزوینی رو، اینا رو که ببینید میبینید که در ارتباط تنگاتنگ با مردم بودن و بسیار اثر گذاشتن. الان هم که مسئله حجاب مطرحه لازمه توجه کنیم به فیلم بسیار خوب آقای محمود غفاری به نام مو، که اگر درست یادم باشه 1393-94 اون موقع ساختن، یا شاید یه خورده دیرتر، برای نزدیک به این سالها، که در اونجا شما میبینید یه دختری داره به شدت گریه میکنه، با یه موتراشی سعی میکنه سرپ، ولی تحملش برای خودش مشکله، داره موی خودشو میتراشه به خاطر اینکه بتونه پسرانه بره تو خیابون از این زندان حجاب بیاد بیرون و بسیار صحنه های دیگه که اون اثر گذاشته حتما روی این جنبش ما. و همینطور شما حساب کنید در سال 1354 فیلم کندو رو بهروز وثوقی اینا بازی کردن، آقای بهروز وثوقی، و پیشبینی کرده بودن سال 54 انقلاب سال 57 رو. فیلم کندو رو یوتیوب الان وجود داره، میتونید ببینید. یا هنرمندانی که اصلا ما نمیشناختیم اینها رو، همین فیلم این آهنگ برایه رو که الان مطرح کردین، یه خانمی در کانادا، یه خانم جوانی که کارش کاریکاتوریست بوده، آمده روی این تصویر گذاشته. نمیدونم دیدید، من الان اینجا براتون میذارم تو اینستاگرام، میتونید ببینیدش، بسیار قشنگه. یعنی این فیلم و این آهنگ برایه رو ایشون با تصویر بسیار، با که میبینید میگوش میکنید آهنگ رو با این تصاویر، بسیار زیباتر و اثرگذارتر میشه. خود در مصاحبه هم که خودش با بی بی سی داشته توضیح میده که شروع کرده از یه خانومی که داره از روی آتش میپره، میره توی عمق این مسائل و دوباره بر میگرده به این آتش. یعنی این خانومه در واقع آتش گرفتن حضرت ابراهیم در آتش رو، که چگونه توانست اون آتش رو خنک کنه بر خود و برای خود از اون هیزم و از اون آتش یک بهشتی برای خودش بسازه رو توضیح میده در اینجا. چگونه ما الان داریم با این جنبش خودمون زندگی رو برای خودمون زیبا میکنیم و چگونه داریم برای خودمون نشون میدیم. اما در مورد صحبت آقای منیری، خب خودشون یک مقدار از پاسخ رو دادن، خانم دسخام هم جواب دادن بهشون. خانم دژم هم بهشون جواب دادن و در واقع شرکت کردن. من نظرم این استش که حکم و دستور دادن کار استبداده. ما فقط میتونیم بخوایم، میتونیم نقد کنیم و میتونیم اون نیاز حقوقی خودمون رو مطرح کنیم و در این رابطه سرزنش هم نکنیم، چون فایده نداره سرزنش. در واقع از خود لازمه شروع کنیم. زندگی حقوقی رو هر کسی از خود شروع میکنه.
اون کسی که میدانه مسئولیت پیدا میکنه که عمل کنه، اون کسی که نمیدانه حتی مسئولیت هم پیدا نمیکنه که عمل کنه، برای اینکه نمیدونه، اون فکر میکنه که همین کاری که داره میکنه همین زندگی و اعتقادی نداره و اینها. زمانی که وجدان پیدا میکنه آدم به یک موضوعی، تازه زندگیش دیگه از بعد از اینکه وجدان پیدا کرده عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. مثلا به عنوان مثال در رابطه زن و مرد الان میبینیم که دانشجویان دختر در دانشگاه ها خودشون میخوان که پسرا توی غذاخوری ها باشن. این نشان دهنده این است که اعتماد تو مردم وجود داره، بین زن و مرد وجود داره و اساس رابطه ها مرد مریض یا زن مریض نیست. اون هیز و اینایی که میگن یه کسی دیگه است، اونایی هم که اصلا همه چیزو مریض میبینن، نگاه مریض دارن اصلا. پس بنابراین در اینجا همین که ما به عنوان الگو خودمون رو مطرح میکنیم و همین که در این رابطه از خود شفقت نشون میدیم، از خود کرامت نشون میدیم و در این رابطه توقع خود رو به صورت یک حکم در نمیاریم، به عنوان یک توصیه مطرح میکنیم، این ارزش داره و در این حال نشان میده که ما به برخورد استراتژیک، برخورد در واقع به هوش عاطفی اهمیت میدیم. هوش عاطفی یا هوش استراتژیک هوشی است که در آن من مرحله ها رو میبینم، اندازه ها رو میسنجم، حساب ها رو تشخیص میدم، میبینم که الان تو در این جنبش داره پیش میره و از کجا دو ماه پیش کجا رسیده. اعتصاب بازار رو نداشتیم ما، یه آرزو بود برای ما. الان شما نگاه کنید در سطح کشور تو این سه روز اعتصابات عمومیه و نشون میده که چقدر موفقیم تو کار ما و چقدر تو این کار خودمون. یادتون باشه اولی اصلا رو نامیدی میگفتن اصلا باید اینا اینقدر سرکوب میکنن، لازمه که با اینا مسلحانه بجنگیم. الان داریم میبینیم که اصلا خودش داره مثل برف آب میشه اصلا خودش. چرا؟ به این علت که نگاه امنیتی هم نگاه نظامی و ناقصه. ما یه نگاه زندگی لازمه داشته باشیم. این رژیم که فقط از نوبای سرکوب که تشکیل نشده، دستگاه اداری داره، نمیدونم کارمند داره، خانواده داره. به عنوان مثال برای شما بگم، همین تظاهراتی که الان میشه، خب کشورهای دیگه هم قبل از ما شده دیگه و نتیجه هم گرفتن. در صربستان به عنوان مثال، در صربستان موقعی که تظاهرات عمومی شد، موفقم شد در 1998 تا 2000 تا میروسویچ رفت، اونا چی کار کردن؟ در این تظاهرات خیابانی که بود، خانواده سربازا رو تو صفحه اول گذاشتن که حالا شما وقتی تیراژ کردن اول خانواده خودت رو بزنید. شما حساب کنید چه اثری داشته. من نمیگم این کار درسته ها، من نمیگم این کار درسته یا غلطه، من میخوام بگم اونا این چه روشی وجود داشته در جای دنیا و اونا موفق شدن تو کار خودشون. یا شبیه این رو حالا سال 57 ما داشتیم، من موافق نبودم با کارهای ابراهیم یزدی، برای اینکه به امام خودش تیراندازی نشه، توی اون خبر هواپیما خبرنگار خارجی رو هم نشون بدونه که به اونا بگه این کارش غلط بود. شما حداقل باید اون خبرنگار بگه امکان سرنگونی این هواپیما هست، نه اینکه کلک بزنیم، کلکی در کار نیست. در صربستان به خانواده ها بگن، خانواده ها میدونستن که خودشون جلو هستن، چه خطری داره، فرق داره با اون حقوق بازی. یعنی میخوام به شما بگم گاهی وقت برخورد کار حقوقی با یه تردستی و فریبکاری گاهی وقت مرزشون خیلی نزدیکه، ولی دقیق عمل بکنیم نتیجه میگیریم، دقیق عمل نکنیم برمیگرده به خودمون، مثل این بومرانگ برمیگرده اثرش به خودمون، که کمان که به آقای ابراهیم یزدی برگشت، انتقادات شدید ازش شد اون موقع سر همین جریان. پس بنابراین هنر نه تنها تداوم داره در کشور ما و اثر میذاره و نمونه برجستش همین آهنگ برایه هستش و اون هماهنگی که داره باش صورت میگیره، هم در سطح جهانی هم در کشور ما و در این رابطه. پس موقعی که توصیه میکنیم و موقعی که مرحله سنجی میکنیم، الان در مرحله دوم هستیم. مرحله اول مرحله همین تظاهرات بود و اعتراض بود که یه دش شروع کردن، پیشتاز بودن که خانم‌ها و جوانای دهه 80 خصوصا اینا پیشتازن. نکته‌ای که در اون مرحله اول ما دیدیم که در قبل بود، شرکت خانم‌ها، درصد شرکت خانم‌ها به آقایون بسیار بالاست
حتی بیشتر از آقایان بود در همون روزهای اول و همینطور، و مورد حمایت قرار گرفت، مورد حمایت برادر و خواهرها قرار گرفت، مورد حمایت دانشجوها قرار گرفت، مورد حمایت پدر مادرها قرار گرفت و دست حیات ملی دست به دست هم داده که اینها افتادن جلو و مورد تشویق قرار میگیرن. خانواده های دیگه نمیگن به بچت نرو بیرون، یا لالیه دی میگن، همه نمیگن، میگن بابا برو به زندگی تو نجات بده، به حیات ملی تو نجات بده، ما هم باهات هستیم. و میانم من الان یه خانمی باش صحبت میکردم که جدیدن از تهران اومده، به من میگفتش که مثلا دلم نمیاد که میبینم بچه هم میرن تو خیابون خودم نرم. خانم خیلی ثروتمندی هم هستش، بسیار هم ثروتمنده، گفت من اصلا حالا مال و زندگی و همه من چه ارزشی داره موقعی میبینم بچه من داره میره و من حمایت نمیکنم، اصلا نمیتونم شب بخوابم. همچین رویه تو مردم ایجاد شده. و در این رابطه بس بنابراین مرحله دوم یواش یواش ما داریم پشت سر میذاریم، وارد مرحله سوم میشیم که در این مرحله سوم ترسا دیگه داره، ببینیم سه روز ترسا رو ریخته و این سه روز به مردم نشون داده که با همیم و نشون داده که اون طرف در موقع عکس العمل، موقعی که میگه ما اگر ایران ول بکنیم سرزمین سوخته براتون به جا میذاریم، هارتبورت های اینفورمی نشان دهنده ضعفشونه. یعنی شما سرزمین سوخته میذاریم، مگه کشور توی مملکت توی که سرزمین سوخته مگه میذاریم جوری بذاریم؟ عین نصار نظر کی کرد؟ هیتلر گفت، موقعی گفت من که میگفتم نژاد جرمن بالاترین هست اشتباه کردم، نژاد اسلاو بالاترینه و بنابراین برای اینکه اونها نیان آلمان نگیرم داشت آلمان میسوزون. خوشبختانه آلمانی ها جلوش بایستادن و نذاشتن آلمان بسوزونه. جنگ ایران عراق، خمینی گفت اگر 20 سال دیگه هم جنگ ادامه پیدا بکنه ما این جنگ رو ادامه میدیم. مردم با اومدن با جلوش وایسادن، یعنی دفعه اول نیست مردم وایسادن، وایسادن جنگ تموم شد. بهلا 20 سال دیگه میخواد جنگ ادامه بده، همچون کشتار پشت کشتار. جنگی رو که با 5000 کشته سال 60 بردیم، اینها اطلاع دادن که ادامه بدن، 7 سال دیگه ادامه دادن با 1,200,000 کشته در شکست و آتش بس نگه داشتن. یعنی موقعی که آتش بس کردن اینا هنوز سرزمین ما دست عراق بود، نفشهر هنوز دست عراق بود، یه قسمت دیگه. و نگاه کنید یک نکته رو ببینید، در اون جنگی پیروز شدیم میتونستیم خسارت بگیریم، در این جنگی اینا باختن یک شایی خسارت از صحبت اصلا یک خسارت از عراق گرفتن نیست. چرا؟ به این علت که دفاع رو تبدیل کردن به تهاجم. حالا اونو به این علت میخوام به این علت دارم براتون مطرح میکنم که میخوام بگم که حواسمون باشه تو برخورد حقوقی، برخورد اخلاقی، یک برخورد تواضع و احسان، رابطه آمپاتیک و لازمه در اینجا غرور بهمون دست نده که ما پیشتازیم و ما میتوانیم و حتما پیروز میشیم. نه، این تعادل روحی، این رابطه آمپاتیک رو لازمه مرتب ازش مواظبت بکنیم. هر کی در اینجا سوء استفاده میکنه و ما نمیدونم فلان کار کردیم بیشتر سهم میخواییم، عین این کارا سر ما آمده. جنگ ایران عراق رو که باختن اینا، سپاه پاسداران گفت سهم اول ما داریم، پس سهم اولا برداشتن، بنیاد نبوت سازی و نمیدونم اقتصاد 70% اقتصاد مملکت به دست گرفتن همینه. پس این تعادل روحی و این اخلاقی رو که داریم جایگزین نظم میکنیم نگه داریم، پاسخ آقای منیری هم هست که البته خودشون هم همین همراهی رو دارن که جواب میده، الگو شدن جواب میده، دیده میشه و دیگرها یواش یواش میپیوندن. شما موقعی که میبینین این همبستگی خارج و داخل به وجود اومده، یک نکته رو باز حل کرده. مرتب در دهه 80 خود و دیگری سازی وجود داشت که خارج کشور فعلا دنبال رو باشه، ما داخل کشور این و از بین رفته. این همدلی بین خارج کشور اومده، نشون دادیم همه یه ملتیم، همه دنبال راه حلیم، همه دنبال ابتکارات تو هنری هستیم و همه میتوانیم، مثل اون خانمی که توی آلمان توی امریکا این فیلم رو ساخته، میتوانیم اثر هنری بذاریم، اثر شبکیه بذاریم، اثر الگو شدن بذاریم و موقعی که از خود شروع میکنیم نمیتونه نتیجه نده. بنابراین یه قاعده مهم اینجا مطرح میشه، هرگاه یه دیه اقلی بر روی حقوق بیستان حتما نتیجه میگیرن، اما اگر در بر روی این حقوق سنجیدن دوچار مصلحت گرایی ها بشن، مثل مصلحت گرایی که ما سال 57 متاسفانه در موارد شدیم، ولی خب به علت
شدت جنبش و به علت ضعف دستور رژیم پهلوی موفق شدیم، این دفعه معلوم نیست این ضعف‌ها رو به خرج بدیم دیگه پیروز بشیم. بنابراین لازمه مرتب توجه کنیم به این اخلاق حقوقی که داریم بهش اهمیت میدیم. این اخلاق حقوقی شامل چیست؟ شامل تمام حقوقه. و شامل خلاصش بکنیم، هنر دوست داشتنه و مورد دوست داشته واقع شدنه، دوست داشتن واقع شدنه. پس دوست داشتن هم خود رو طوری معرفی کردنه که دوست داشتنی باشیم و همین که دوست داشتن دیگرها، اهمیت دادن به دیگرها، به سوء زنها اهمیت ندادنه، اصل رو بر براءت گذاشتنه، اصل رو برای و این میذاریم که ما میتوانیم بر مبنای استقلال فکری که داریم، عقل طبیعی که داریم، راه‌حل‌یاب باشیم و این راه‌حل‌ها رو داریم پیدا می‌کنیم. نگاه کنید چقدر زیباییم ما. مرسی خیلی ممنون. ممنون. شما آقای رایی، یه سری چیزه از قلم افتاد که الان یاد آمد بگم خدمت دوستان. اتفاقاتی که تو دانشگاه‌های هنر افتاد، همخوانی سرودها بود، سرودهای انقلابی دانشجویان که خیلی تاثیرگذار بود، خیلی اخبارش منعکس شد. ولی امروز صبح متاسفانه نیروهای امنیتی به زور وارد دانشگاه شیراز، کتابخونه دانشگاه شیراز شدن و اشخاصی رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، که از اون طرف هم یکی از بنیادهای دانشجویی یک بیانیه، در واقع نامه رو سرگشاده نوشته و از مسئولین خواسته که این موضوع پیگیری کنن و اگر قادر به پیگیری نیستن استعفا بدن از سمت‌هاشون. خانم پروین محمدی میشنویم، از شما بفرمایید. سلام و درود به همه. من فقط کوتاه میخواستم نظر خودم در مورد هنر و هنرمندها بگم. البته ما اگر که یک نیم نگاهی توی دوران 57 به اینور بندازیم، خب مستقیما میتونیم پیشرفت فرهنگی رو که از طریق همین هنرمندها توی مردم ایجاد شده، چگونگی لباس پوشیدن و حتی گفتار، میتونیم به راحتی دریابیم که هنرمندان خیلی خیلی توی این رفتارها و این به قول معروف پیشرفت فرهنگی تاثیر مستقیم داشتن. و از طرفی وقتی میبینیم ما الان، وقتی میبینیم که یک هنرمند، به نظر من البته، از فرصت شغلی خودش دست میکشه و این ریسک رو میپذیره که احتمال ممنوع کار شدنش هست، به نظر من یه نوع ترس رو خیلی توی خیلی از مردم کمتر میکنه. خب همه سعی میکنن با هم باشن و یک صدا باشن. به نظر من این خیلی خیلی کمک میکنه برای همه مردم و خیلی فکر میکنم تاثیر خیلی خوب و عالی داشته باشه توی همبستگی مردم. مرسی از اینکه گوش دادیم. ممنون از شما برای مشارکت. بله کاملا درست میگید. وقتی که ببینیم میشه در واقع تشویق شجاعت، تکثیر شجاعت، یک همچین چیزی اگه عنوانش رو بذاریم خیلی خوب و جالبه و اتفاق خوبیه که داره میفته به نظرم در حال حاضر. بفرمایید آقای منیری، ما بقیه سوال شما رو گوش بدیم. مرسی. اتفاقا دقیقا حالا هم یعنی دستان بلند کردم. آقای رایی راجع به برداشته شدن گشت ارشاد صحبت کردن بعد از اتفاقاتی که این اواخر افتاده. حالا من میخواستم بگم کلن این خود به خود دقیقا پرونده گشت ارشاد بسته شده. حالا نتیجه این قیام حالا هرچی باشه، اما آیا حالا شاید خیلی مربوط نباشه به بسما، اما آیا پرونده حجاب اجباری هم برداشته شده؟ حالا درسته گشت ارشاد یک چیزی بود که حالا مردم توی خیابونا با این حجاب اجباری مواجه بودن، اما این موضوعی که من عرض می‌کنم در واقع توی ادارات، توی جاهای رسمی، توی صدا و سیما، حالا دارم میگم من که معتقدم، یه اسمشو میذارم انقلاب، این انقلاب به نتیجه میرسه،
اما حالا بیایم یه خورده بدبینانه نگاه بکنیم به این قضیه که کلن این پرونده حجاب بسته شده یا نه. حالا این نظر دوستان رو بدونم و حالا سوالات بعدی رو دوباره بعداً مطرح کنم. مرسی. ممنون از شما. به نظر من که هنوز بسته نشده و ما تو آغاز مسیر هستیم، یعنی داریم شروع میکنیم که یه سری تابه ها شکسته بشه. همین که الان مردم هنوز عادت ندارن موی زن رو تو خیابون ببینن و این داره میگم شروع یه تاب و شکنیه و به نظرم که میرسیم به اون روزا. اگه اشتباه نکنم خانم بیرجندی هستم با اکانت کانون، بفرمایید خانم بیرجندی. بله درسته. سلام دوستان همکاران عزیز، خسته نباشین همگی. من میخواستم فقط یه چند تا نکته کوچیک و همینطوری در واقع که به ذهنم رسید بگم. یکی در مورد صحبتی که خانم اگه اشتباه نکنم محمدی بود فرمودن، میخواستم بگم که در واقع حرفشون درسته، ولی من اینجوری در واقع صحبتشون رو ادامه میدم که باور این انقلاب رو در واقع در مردم زیاد کرد، اون هنرمندانی که در واقع فکرش هم نمیکردیم. من یادم چند ماه پیش ما حتی جلسه هایی داشتیم در مورد هنرمندان حکومتی و داشتیم راجع به عمل کرده اونا صحبت میکردیم که نسبت به خیلی از مسائل در کشور خیلی بیتفاوتن یا واکنش نشون نمیدن. اما از اولی که این انقلاب در واقع شروع شد بلا استثناء این جمله خیلی منتشر شد که این دیگه فرق میکنه و حضور این هنرمند و حمایتشون و اینکه خب به حال میدونن که وقتی این کارو میکنن راه بازگشتی وجود نداره، اون باور قلبی تمام حالا اون اقشاری که الان در واقع معترض هستن، چون ما یه سری به هر حال بدنه نظام هست که به حال موافق اونا هستن، با اونا هیچ کار نمیشه کرد، ولی یه سری که معترض هستن این انقلاب رو باور کردن. بعد نکته دیگه که میخواستم بگم راجع به صحبت آقای منیری، جرا منیری اگر که دقت کرده باشین، حالا چه از ما که مثلا به سنمون قد بده چه از قبل به پدر مادرامون، خیلی چیزا تابو بوده توی کشور ما، ولی به مرور زمان که اشاره میکنم بهش مثلا همون ماهواره یا ویدیو اصلا، اینا همه چیزای تابو بود، ولی به مرور زمان دیگه یه حالت عرف پیدا کرد. وقتی الان خود حالا یادم نیست دقیقا کی، ولی از همین مسئولین نظام بود و اومد گفتش که بی‌حجابی داره عرف میشه در جامعه، من فکر میکنم که این روند در حالت به قول معروف به عرف رسیدنه، یعنی داره اینجوری میشه. حالا این که بگیم پروندهش بسته شده یا نه، ولی اینو میتونم بگم که خب انقدر این اتفاق میفته که دیگه عادی میشه. وقتی دیگه مثلا دختر و پسر توی خیابون همو ببوسن یا بغل کنن، این عکس ها منتشر میشه و استقبال میشه ازش، به هر حال این تابو داره شکسته میشه. بعد در انتهای صحبتم من فقط میخواستم یه چیزی رو بگم که من امروز شنیدم، از این نسل میخوام بگم بهتون که یکی از آقایونی که در واقع تو میگم همین بدنه نظام و اینا بودن، راجبه خدای نمیدونم چی بود اسمش، داشتن میخوندن از روی اون که گفتن که ظاهرا توی این بازداشتگاه ها یا تو زندان ها رفتن به این جوان های کم سن و سال که مثلا دستگیر شده بودن معترض بودن، بهشون گفتن که شما بیای یه تعهد بگید بچگی کردین اشتباه کردین، تا یک دو هفته دیگه آزادتون کنیم. و جالب جوابشون بود برای من که گفته بودن که شما از کجا میدونید تا یکی دو هفته دیگه خودتون باشی که ما بخوایم تعهد بدیم. مرسی، این نکته چون خیلی برام قشنگ بود واقعا این حرف، خواستم که با شما دوستان به اشتراک بذارم. ممنون از اینکه فرصت دادید. ممنون از شما خانم بیرجندی. و از من جالب ترش این بود که ما اینو در واقع داریم میشنویم از یک مسئول حکومتی که داره این چیزو داره تو اذهان عمومی
میگه که برای در واقع اعتراف میکنه به اتفاقی که افتاده. یه فایل صوتی منتشر شده بود از اسم کوچیکش یادم نمیاد، فکر می‌کنم خانم آقا فرضی که یه هفته بعد از اینکه از زندان اومدن بیرون خودکشی کردن، که دقیقا به همین موضوع اشاره کرده بود. ما اعتراف نمی‌کنیم، آخر سرم تو پرونده‌ام نوشتم که اعتراف نکرد و ولی متاسفانه خب به زندگیشون پایان دادن. خانم باجران اول ازشون بارم که آقا ادایه با اجازتون اولیشون رو بشنویم. مجددا سلام و خسته نباشین تا اینجای بودنمون کنار هم. من در ادامه بحث حجاب که مطرح شد، ببینین یه نکته رو باید در نظر بگیریم که این انقلاب در یعنی در شروع و جمهوری اسلامی اصولا چیزی رو به کسی یعنی به مردم نداده، اصولا مردم این رو به دست آوردن. یعنی اگر یک سری از بچه ها اومدن و در این به اصطلاح خط آتیشه قرار گرفتن، روسری برداشتن، کشف حجاب کردن، با لباسای نامتعارف جامعه بیرون اومدن، این که دیگه بقیه هم این مسیر رو ادامه بدن و این رو عرف جامعه بکنن، یه ذره من احساس کنم این وظیفه مردم هم هست. اگر ما یعنی بچه ها بخوایم منتظر این باشن که جمهوری اسلامی بیاد یه بیانیه بده، یک قانون تصویب بکنه دال بر این که حجاب اسلامی رو در واقع بر میداره یا حجاب رو حداقل اختیاری میکنه، خب قطعا فکر کنم برای هممون پر واضحه که این اتفاق نمیفته. چون اگر میخواست عقب نشینی بکنه بابت بونوسی که باید میداد خیلی وقت پیش باید این کار رو میکرد. یکی در این زمینه این رو میخواستم بگم و در راستای صحبت خانم بیرجندی عزیز، این نسل واقعا ما رو شگفت زده کردن. واقعا یه چیزی ورای تمام تصورات ظاهر شدن. نمیدونم از چه جنسی، ولی بی نظیر بودم. من با یکی از بستگان صحبت میکردم چند روز پیش که خودشون بیرون بودن و میگفتن که اصلا این حمله های مسلحانه رو وقتی که اتفاق میفته تو خیابون یا یکی مورد برحال شلیک میکنن، یکی مورد اصابت گلوله قرار میگیره، اتفاقی که میفته بچه ها همون چند قدمی که میان عقب رو بر میگردن. یعنی تکلیف این نسل، تکلیف این بچه های تو خیابون این بار کاملا مشخصه. میدونن کجا میرن، میدونن چرا میرن و میدونن چی میخوان. و این فکر کنم اینه که من به شخصه حداقل به این سری اعتراض نمیگم و در واقع آستانه یک انقلاب هستش و انقلابی که امیدواریم به زودی پیروزیش رو ببینیم و ایران آزادی داشته باشیم. مرسی، مرسی ازتون. ممنون شما خانم باجلان برای مشارکت. من در تکیر حرفای شما بگم که حالا این بچه هایی که کف خیابون دارن مبارزه میکنن، وقتی حمایت یک سری، همطور که خانم بیرجندی گفتن، یک سری هنرمند رو میبینن، حالا چه خارج از کشور چه داخل کشور، این خیلی موجبات دلگرمیشون رو فراهم میکنه. میفهمن که تنها نیستن، میفهمن که حداقل اخبارشون، اخبار اتفاقایی که داره توی ایران میفته از طریق شبکه هایی که اون آدم ها دارن توی دنیا منتشر میشه و این اتفاق خوبیه. جناب رایی بفرمایید. بله خیلی ممنون. من جدیداً با یکی از، حالا اسمشو نمیبرم چون بسیار مشهوره، یک بازیگر ایرانی که اومده بود، در ازش سوال میکردم که چجوری این فیلم ها و این آثار رو میسازن و بودجه‌اش از کجا تامین میشه. گفت اون فیلم هایی رو که خودشون میخوان تطبیق داره با سیاست های خود رژیم و یا اینکه خونساست در واقع هیچ مشکلی برای اونا پیش نمیاره، بودجه‌ش رو سازمان داخلی گیومه هنری اوج میده که وابسته به سپاه پاسدارانه. اونایی رو هم که بینابینیه، یه قسمتش رو این بنیاد اوج میپردازه، اما قسمت دیگرش رو لازم میشه خودمون تهیه کنیم.
نکته دیگه ای رو که ایشون توجه کرد این بودش که این تبلیغات بزرگی که الان در ایران میدونید که تبلیغات درآمد بسیار انگفتی رو اینا رو رادیو تلویزیون میقاپه، بزرگاشو خودش میقاپه و بنابراین اگر شما هم برفرض هم این امکان رو داشته باشید که بتوانید در حد گسترش بکنید اونا نمیذارن، بنابراین این بودجه به میزان زیاد جواب نمیده. حالا سازمان هایی هستن که خصولتی هن در واقع میگه که در واقع نیمه دولتی نیمه، اونا هم سرمایه گذاری میکنن، گفت ما نمیتونیم از اینا کمک نگیریم، چرا که اگر از اینا دیگه کمک نگیریم دیگه به اون صورت چیزهای بنیادهای خصوصی، نهادهای خصوصی در ایران خیلی قوی نیستند و بنابراین اینا رو میگیریم. میدانیم که موقعی که اینا رو از اینا میگیریم اینا بعضیاشون میتونن زیر سبیله یه جوری در کنن که رفع مسئولیت کنن، پولا رو یه جوری به ما برسونن که هیچکی نفهمه چجوری به ما رسیده و بنابراین از نظر پولی ایشون میگفتش که هنرمندای مستقلی مثل من مشکل مواجه میشیم و بعد مجبور میشیم شرایط بسیار سختی رو از نظر جغرافیایی حتی بپذیریم، بریم جایی فیلمبرداری رو بکنیم که اصلا راحت نیست. حالا این رو به خاطر این به شما گفتم که بدانید که اینا وضعیت هنرمنده از نظر مالی همچین چیز مناسب نیست و در این حال توجه داشته باشیم که این هنرمنده ها اگر اونهایی که نمی پیوندن دیگه مثل سال 88 به این راحتی نمیتونن مورد نگاه سرزنش آمیز مردم قرار نگیرن و بنابراین شما مثلا اون خواننده سنتی ایران آقای مختاری فکر میکنم ایشون بود سال 88 خوند و طرفداری از علیرضا افتخاری بله آقای علیرضا افتخاری مورد سرزنش قرار گرفت و آخرش هم مجبور شد عقب نشینی بکنه. الان شما میبینید اون تجربه ها رو دارن، شدت و سرعت جنبش هم باعث شده که حمایت رژیم از دست داره. بس مشکل بزرگی که دیگه رژیم داره اینه که آخه با سرکوب تولیدی نمیشه کرد، چیزی اضافه نمیکنه، ارزشی از خودش نشون نمیده و روز به روز اون چیزهایی رو هم که میخواسته به خودش منتصب کنه رو از دست میده، حتی قانونهایی رو که خودش مینویسه هم اونا رو نمیتونه رعایت کنه جوری که دانشجوها در دانشگاه ها مطرح میکنن، قواعد خودشون هم رعایت نمیکنن، یعنی اون قواعد رو کف اختیارات خودشون حساب میکنن. و شما هر جای دنیا کف اختیارات حساب بکنید بگید من هر کار دلم میخواد بکنم، اون کف دلم بخواد بیشترش هم میکنم، معلومه که تخریب رو همه میبینن، جلوی چشم همه قرار میگیره. همین به عنوان مثال تخریب برای شما بگم، قانون هست در ایران دختر 9 سال بود، الان کردنش 13 سال سن ازدواجش، ولی پدر و مادر، پدر مخصوصا میتونه اجازه بده دختر زیر 13 سال هم ازدواج بکنه. خب شد قانون، شد قانون، یعنی جلوی هیچ تجاوزی به بچه مردم، به بچه های خود مردم گرفته نشده و بنابراین در این رابطه رژیم دچار خود تخریبی شده و این به نفع جنبش هست، یعنی جنبش خود عمل میکنه و روز به روز ارزش های خودش نشون میده، تبختر، فخر، فروختن به ارزش ها موجب میشه که مردم میتونن نشون بدن، خجالت نمیکشن از چیزایی که دارن نشون بدن، اون تفرعون داره، و به جای تبختر تفرعون داره، غرور و خودخواهی و در واقع بستگی فکری رو داره که مجبوره چکار بکنه برای اینکه مقابله بکنه یا برای اینکه خود رو نشون بده چکار کنه، با تخریب خودشو نشون بده. و تخریب چیه؟ زور، ارعاب، تغییر، کتککاری، همین چیزهایی که هیچ کدوم ارزش نیست، خودشون هم میدونن ارزش نیست. پس بنابراین در وضعیتی ما قرار گرفتیم که رژیم از طرفی به دچار خود تخریبی شده، از این طرف دینامیک رشد و دینامیک رشد اخلاقی به جای انضباط گسترش پیدا کرده و این سرعت جنبش رو حتی نظر خود من شخصی هست، من این یه ماه پیش به من میگفتیم، میگفتم یه سال خورده دیگه طول میکشه، ولی الان مطمئن نیستم حتی یه سال خورده طول بکشه، ممکنه تو همین ماهای آینده کار تموم بشه. دلیلش این هستش که جنبش مرحله دوم که اعتصابات بازار اینها بود خیلی زودتر از پیش بینی هایی که من خودم تو ذهنم داشتم پیش اتفاق افتاده. مرحله سوم داره به جلومونه الان، از همین فردا که سومین روز این مرحله دوم بود
از همین فردا شروع میشه. چقدر طول بکشه تا کارمندهای بدنی این رژیم و همینطور مردم عادی بیان و شرکت بکنن نشون میده همین روزها ماهای آینده. مرسی خیلی ممنون. ممنون از شما. خانم محمدی بفرمایید. من فقط میخواستم یک صحبت کوچیکی که با چند تا جوونی که اعتراض میکردن صحبت میکردم بهتون بگم. من ازشون وقتی پرسیدم که چه حالی چه شرایطی رو دارین پشت سر میگذارین، وقتی برگشت گفتش که آخرش مرگه، یا آزادی یا مرگ. یعنی اون لحظه واقعا هم از یه طرف ناراحت بودم که از اینکه جوانان این قرن به جایی رسیدن که برای آزادیشون بزرگترین دارایی خودشون رو که جونشون هستش رو برای آزادی خب فدا میکنن، و از طریق خوشحال بودم که جوانان دهه 80 به جایی رسیدن، اینقدر شجاعت به دست آوردن که این ریسک رو بدون هیچ ترسی این ریسک رو به جون میخرن، و این واقعا باعث تعجب فکر میکنم قرن من که حالا ما برای ماها که ما برای دهه 60 هستیم واقعا خیلی هم باعث ناراحتی بوده که این شجاعت رو نداشتیم که خیلی زودتر از این کارو بکنیم. همین که خوشحالم که حداقل الان امیدی برای آزادی در همه واقعا هست، به وجود اومده. مرسی. ممنون از شما. یه سری فاکتورها رو در نظر بگیریم به نظرم. مثلا یکی که از همش مهمتره هم پیشرفت علم و تکنولوژیه که خیلی به نظرم کمک میکنه این روزا به این اتفاقات. یعنی قدیم اگر اتفاقی در جای از دنیا میفتاد خیلی وقتا اصلا خبرش رو بقیه کشورها اصلا متوجه نمیشدن، یا با تأخیر، یا اینکه بریمسن تو کتابا، یا بعداً بفهمیم. ولی الان واقعا تکنولوژی خیلی داره کمک بزرگی به این اتفاق حالا در همه جای دنیا میکنه، این که اخبار اینقدر زود منعکس میشه و همه ازش خبردار میشن. این که حالا خیلی بیایم به نسلهای قدیم خورده نگیریم. خانم محمدی، آقای منیری بفرمایید. مرسی. اتفاقا دقیقا من میخواستم حالا آقای رایی فرمودن، چون ما پیشتر با آقای رایی راجع به این که انقلاب رو یه چه مرحله‌ای می‌بینن صحبت کرده بودیم، و اینکه حالا بحث شده بود که حالا تقریبا می‌گم دو سه هفته پیش بود که گفتیم اوایل سال 56 اگر بخوایم با رویداد 57 مقایسه بکنیم، که در حال حاضر دقیقاً خیلی با سرعت خیلی شدیدتری داره پیش میره. اما حالا من می‌خواستم یه مطلبی رو عرض بکنم خدمت دوستان، در واقع یه سوال که نه یه مطلبی رو اشاره بکنم. ما داشتیم راجع به هنرمندای حکومتی صحبت میکردیم، آقای رایی دقیقاً یه نکته خیلی خوب اشاره کردن، و اون هم ایشون فرمودن که در واقع با سرکوب داره هر چیزی که داره رو از دست میده، و در واقع یکی از نقاط ضعف جمهوری اسلامی در حال حاضر همینه، چون دیگه چطور بگم منبع هنرمند نداره دیگه، نیروی انسانی هنرمندی و پشت خودش برای اشاعه پروپاگاندای خودش نداره، و الان در حال حاضر تنها چیزی که داره سرکوبه. یعنی هیچ تأثیری از حداقل در حوزه هنری خوشبختانه نمیتونه و نتونسته تا الان روی مردم بذاره. یعنی خودمون هم اگر ببینیم میبینیم که حالا من صدا و سیما رو هر از گاهی دنبال میکنم، هر از گاهی حتی اکانت های این ارزشی ها رو دنبال میکنم ببینم اینا مثلا پیش خودشون چه چیزای انگیزشی دارن که بتونن ادامه بدن، و میبینم واقعا پوچه، یعنی دیگه چیزی براشون نمونده، چون هر جا که دست میذارن این سرکوب یه کاری کرده که دقیقا مقابلش عمل شده. میان
واقعه کربلا رو پیش میکشن. بدتر از اون دقیقا مثالهاش هست که دقیقا یک نقطه مقابل شده برای همش جواب هست و دیگه اصلا کلا اون مسائل رو پیش نمیکشن. دیگه به یه جایی رسیده که دیگه کلا اون ایدئولوژی های قبلی رو کامل گذاشتن کنار و صرفا چیزی رو که بیان میکنن حفظ نظامه، که همونطوری که گفته بودن دیگه حتی حفظ نظام از جون امام زمان هم که بالاترین آرمانشون بود حتی اون رو بالاتر دونستن. مرسی بابت وقتی که به من دادید. ممنون از شما آقای مانی. باز در ادامه صحبت شما من یه اشاره دیگه بکنم به تکنولوژی. اینکه الان دسترسی ها انقدر زیاده که دیگه مثل قدیم آرشیو جمهوری اسلامی فقط دست خودش نیست. وقتی امسال میاد تظاهرات و راهپیمایی های سال مثلا 60 نشون میده، سریع هستن آدمایی که دستشون رو میکنن میگن خب این که داری میگی با هزار تا دلیل منطقی و کاملا درست عکس بک‌گراند رو میذارن، از عکس خیابون اصلی رو میذارن و یه اتفاقات اینجوری میبینن انقدر زیاد میفته که به قول شما دیگه صدا سیمای جمهوری اسلامی ناخودآگاه حتی اون مخاطبی هم که همسنای مثلا پدر مادرهای ما هستن رو هم ناخودآگاه از دست میده. و باز تاکید میکنم اینا همه اتفاقاتی که از پی از قبل یعنی در واقع پیشرفت تکنولوژی ما شاهدش هستیم. بفرمایید آقای رایی. بله خیلی ممنون. آقای منیری به نکته اشاره کردن کاملا درست. من همین چند هفته پیش این جنبش رو به اوایل دهه 56 مستقیم میدونستم، ولی الان اینقدر سرعت گرفته که آدم میگه نکنه اشتباه بوده و به احتمال زیادم اشتباه کردیم و خوشبختانه اشتباه کردیم، چه خوش به حالمون که به این سرعت داره پیش میره. اما در رابطه با صحبت شما خانم دشهام، ببینید تفاوت تکنولوژیک بین الان با جنبش سال 88 خیلی زیاد نیست، ولی یه تفاوت این الان داره با اون موقع. اون موقع مردم رفتن در نمایش انتخاباتی رژیم شرکت کردن و که تغییر ایجاد بکنن، بس بنابراین همه پذیرفتن در داخل رژیم خیلی ها نه همه اونایی که میخواستن رای بدن پذیرفتن در داخل رژیم بمانن و هدایت میرحسین موسوی و کروبی رو بپذیرن. و بعد که عاشورا روز عاشورا تهران رو فتح کردن، شب برگشتن خونه به خاطر اینکه رهبری در درون رژیم بود. هنوز این اصلاح طلب خواهی اون موقع وجود داشت و تک ذره ذره خواهی، حالا یه ذره پوسری بره عقب تا حالا بریم جو، این فکر غلط وجود داشت. نمیگفت حق من کوکه، میگفت رأی من کوکه. پس میبینیم اون تکنولوژی دستش بود اما استفاده رو نمیتونست درست بکنه. این دفعه چه اتفاقی افتاد؟ این شروع این حرکت که آخرین نمایش انتخاباتی این رژیم که اکثریت غریب به اتفاق مردم شرکت نکردن، دارم در رابطه با صحبت خانم محمدی این مطالب مطرح میکنم، و فهمیدیم همه با همین بایکوت آخرین نمایش انتخاباتی شروع استارت این مسئله بوده. برای چی؟ برای که قبلش کشورهای دیگه هم دیده بودیم، در مصر دیده بودیم 98% مردم نرفتن در انتخابات شرکت نکردن، در اون انتخابات کارزار نمایش انتخاباتیشون شرکت نکردن، 98% شرکت نکردن، همه دنیا فهمید حسنی مبارک تنهاست و در یک جنبش 3 هفته‌ای حسنی مبارک رو انداخت. الان هم همون وضعیت رو ما داریم، یعنی ما میدانیم که با همین خصوصا 90 و 70 با هم و میدونن همدیگر رو تایید میکنن. دانشجوها رو ببینیم، جامعه‌ها رو ببینیم، اینها میگن حداقل اگه نسل‌های قبلی ما رو نمیفهمن که الان میفهمن، خودمون که با همیم، که دانشجو که میبینه که از خوابگاه دانشگاه میندازنش بیرون میبینه دانشجوهای دیگه همراهشن، تنها نیست و بنابراین تشویق میشه انجام بده. یا موقعی که ببینید سالهای 88 شروعی همچین چیزهایی ما داشتیم، موقعی که اون آقای توکلی رو بهش گفتن مثل بنی صد آمدن روش اصل روسری گذاشتن و که نمیدونم این زن رو تحقیر کردن، اولا زن رو یعنی جنس پایین تر میدونن، این که حالا روسری میذاره جنس پایین تر میذاره، مردم اون موقع روسری گذاشتن، میزان زیاد گسترش پیدا کرد. این کارها رو داشتیم، پراکنده داشتیم،
اما این دفعه این پراکندگی ها تبدیل شده به یک کار سیستمیک یعنی چه؟ یعنی این که تفکر جمعی ایجاد شده، این فکر سیستمیک در ما ایجاد شده که ما حقوق رو میخواییم، همه رو میخواییم، کل نظام نشون است. پس از نظر سیستمیک آمادگی پیدا کرده. از نظر سیستماتیک میدانیم که دیگه حمایت میشیم دیگه. اون چیزی رو که ما فکر میکردیم حالا یک سال و نیم مثل 56 تا 57 جلوی چشمون داریم، این سرعت گرفته، شتاب گرفته و داریم میبینیم که اگر این رو خوب پیش ببریم میتوانیم، اما مطمئن بودن ما بستگی به لیاقت ما داره، نه یه چیز جبری نیست، به لیاقت ما داره. یعنی تاریخ یه جایی نداره که بگیم از اینجا میره به اونجا، نه، ما حرکت‌های انسانی هست، این حرکت‌های انسانی رو خوب پیش ببریم جلو میریم، پیش نبریم جلو نمیریم. و پیش رفتیم و پیش رفتیم، خوبم پیش رفتیم. و در اینجا میبینیم که در موقعیت دفاعی شدید قرار دادیم. یعنی چی؟ موقعی که یک نفر از خود دفاع میکنه، انسان حقوقی است، انسانی که وضعیتی پیش اومده که لازم میبینه از خودش دفاع کنه، ولی موقعی که شدت دفاع از خود زیاد میشه ضعفه. سرکوب شدید، دفاع شدید از وضعیت رژیم ضعفه، جلوی چشم هم دیده میشه. یا کسی که مثلا فکر کنید یک مسئله رو میخواد، دیگر رو بهش نمیدن، مثل بچه های کوچک غر میکنه و چیز میکنه، این شدت دفاعش ضعف رو نشون میده. ما در همچین وضعیتی هستیم، هی رژیم تقلا میکنه، شدت نشون میده از خودش و این نشاندنی از غذا ضعف بشه و رایی هم نداره، مونده بیدن. حالا یک مشکل دیگه هم این رژیم پیدا کرده، هی تقسیم به دو کرد، یه قسمت رو حذف کرد، هی تقسیم کرد، به جای رسان که الان لخت جلوی هم است. یک جنایتکار تاریخی رئیسی رو کرده رئیس جمهور، یک جنایتکار تاریخی رو کرده رئیس قوه قضاییه و عملا خواسته یک دست بکنه. کیا رو یک دست کرده؟ سرکوب ترین و خشن ترین رو. بنابراین لخت جلوی ساده و هیچ سپر دفاعی نداره. برای که موقعی که اصلاح طلبان رو داشت، اونا میوردن توجیه میکردن و بازی میکردن و حالا یه امید کاذب ایجاد میکردن، یک بازی اونا رو دیگه نداره، از دست داده. بنابراین خودش اولین عامل انقلاب، الان اولین عامل انقلاب ما خودشونن، به علت ضعف شدیدی که به خرج دادن، به علت عدم کارایی که به خرج دادن، به علت اینکه نتوانستن روی اخت و مروت رو با مردم نگه دارن، به جای رسوندن خودشون رو که هیچ رایی نداره جز اینکه سرکوب کنه، از اونم الان داره محروم میشه. شما نگاه کنید، همین اولین پیروزی، همین حجاب دیگه، یعنی گشتش. حالا اینی که آقای منیری گفتن که آیا این ادامه پیدا میکنه یا نه، ببینید 1361 رفسنجانی اومد اینو در مجلس قانون کرد که حجاب در ادارات اجباری است. تا زمانی که استبداد سر جاشه، عقب نشینی اگر بکنه، عقب نشینی تاکتیکیه، عقب نشینی استراتژیک نمیکنه. به محض اینکه نیرو پیدا بکنه برای اینکه جلو بیاد خواهد اومد. پس جنبش اگر عقب نشینی بکنه، سرکوب ها دوباره شروع خواهد شد. به میزانی که فضای این مردم، فضای حقوقی داره زیاد میشه، فضای جنبش، فضای رژیم داره تنگ میشه. الان ما داریم تمام فضای جامعه رو به دست میاریم. مرحله دوم همونطوری که گفتم، مرحله سوم از فردا شروع خواهد شد که خواهیم دید که چقدر سرعت گرفته یا نگرفته. و در این فضای سوم اگر بمانیم و همچنان تنگ نگه داریم، این روز به روز مجبور عقب بشینه. به چند علت عقب میشینه. یک، اینکه نیرو نداره برای تمام ایران. دو، این استش که در حالت فرسایش مردم خسته نمیشن، اونا خسته میشن. چرا مردم خسته نمیشن؟ برای اینکه مردم یه دفعه میرن، دوباره یه دیگه میان، یه روز میاد یه روز نمیاد، ولی در مجموع میان و مورد حمایت واقع میشن و مورد حمایت هنرمندا واقع میشن، مورد حمایت ورزشکارا واقع میشن، مورد حمایت خودشون واقع میشن، مورد حمایت خارج کشور واقع میشن. اگر یادتون باشه یه جایی در ایران تظاهرات و جنبش و اینا یک مقدار ضعیف شد و خارج کشور قوی شد. این رابطه ها نشون میده که ما در یک دینامیک پیروزی هستیم. در این دینامیک پیروزی می توانیم ادامه بدیم و بنابراین دیگه اون رژیم نمیتونه این رو، حجاب رو در واقع حتی اگر قانونش هم برداره نمیتونه اجراش بکنه. و زمانی که کارمندا، مرحله سوم، کارمندا وارد تظاهرات بشن،
حجاب تو ادارات بیفته اون موقع یک سره شده و این نظر آقای منیری اجرا خواهد شد. مردم الان مثلا همین خانمی که از ایران آمد گفت تو هواپیما که هیچی، تو فرودگاه داخل گیوم روح الله خمینی حجاب نیست، مردم بدون حجاب، خانما بدون حجاب میان توی داخل سالن فرودگاه و داخل هواپیما میشن و موقعی هم که میان بیرون قبلا خانما توی همون هواپیما روسریشون رو برمی داشتن تا خودشون آماده بکنن برای ورود به کشورهای اروپایی. دیگه حالا گفت اینا چیزا نیست، اصلا از همون ایران ما از توی خود فرودگاه بدون حجاب میایم و این نشون میده که لازمه همیشه به یک نکته توجه کنیم. هرگز نباید مراحل رو بسوزونیم، مرحله به مرحله خود به خود موقع تیش بکنیم پیروز میشیم. اما اگه بخوایم مرحله رو بسوزونیم بپریم مرحله بعدی، به جای اینکه راه رو کوتاه کنیم راه رو طولانی ترش میکنیم. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون. من حالا صحبت خاصی نداشتم، فقط کوتاه حالشون الان هم دیگه کسی دستش نیست، تقریبا آخر جلسه هستیم، میخواستم یه تجربه شخصی رو بگم. خانم محمدی فرمودن راجب جوانای دهه 80 که به شکل عجیب غریبی کلن با این قضیه روبرو شدن، یعنی میخوام بگم که من هم تایید میکنم این موضوع رو. من خودم بر تماسی که داشتم با ایران خیلی راحت با این مسئله کنار اومدن و دقیقا به هم گفتن، یه دهه 80 به هم گفت که فلانی من شاید رفتم توی خیابون دیگه بر نگشتم. یعنی اینها صرفا شاید ظاهر سازی نیست، این که مثلا بخوان صرفا چیزهای احساساتی توی استوریاشون قرار بدن یا مثلا بخوان فالوئر جمع بکنن، نه این آدم مثلا اهل استوری و اینا هم نیست، اما واقعا طرز فکرش بود، من اصلا متعجب شدم. و جالب اینجاست اصلا هم اجازه نمیدن بهشون بگیم نه نرو، چون دقیقا جوابشون رو من داشتم، این که شما خارج از کشورید و اصلا حق ندارید راجع به سرنوشت ما نظر بدید. در حال حاضر ما داریم سرنوشت خودمون رو تعیین میکنیم، شما توی ایران زندگی نمیکنید که ببینید چه وضعیتی داریم. و اصلا کلا وقتی این حرفو به هم زد من کاملا حق دادم، گفتم اصلا من چیکاره هستم که بخوام مقابل این آدما بیستم. اصلا من میخواستم یه مقدار محافظه کارانه صحبت بکنم، بگم بیشتر مراقب خودت باش، دیدم نه اصلا کلا کامل تصمیم خودشونو گرفتم. و از یه طرف حالا دقیقا همون جوری که خانم محمدی فرمودن، آدم خوشحال میشه که همچین انگیزه ای رو بین جوونا میبینه که تا این حد به آگاهی رسیدن، یعنی متوجه شدن هیچ واقعا هیچ کسی نیست حقشون رو بهشون بده و فقط خودشونن که باید حق خودشون رو به دست بیارن. مرسی، ممنونم بابت وقت. ممنون از شما. اتفاقا خانم بازلان جمله خوبی گفتن، میخوان که تکلیفشون با خودشون روشنه، میدونن دقیقا چی میخوان و این اون چیز درستیه که نیاز داریم بهش. واقعا جناب رئیس شما رو اول میشنویم، فقط با احتساب این که دقایق پایانی جلسه هست. مرسی. بله خیلی ممنونم، من به خاطر صحبت خوب آقای منیری دستم بلند کردم. از نشانه های درستی نظر آقای منیری این است که اون یک مقدار دنبال روی رو که در انقلاب 57 ما جوان ها داشتیم، عکس مصدق رو می آوردیم بالا، عکس شریعتی رو می آوردیم بالا، الان نیست، عکسی شما از هیچکی نمی بینید. این نشان دهنده، من خودم منتظر بودم ببینم که این برای چی اینجوری شده، هیچ عکسی نیست. دلیلش به نظر من اینجاست که برای خود کرامت قائل شدیم دیگه، خودمون رو رهبر می بینیم، جمع خودمون رو رهبر میونیم، احتیاجی که جلو بیفته نداریم. و برابر این در اینجا عکس اگه قرار بیاریم بالا، باید عکس خودمون رو بیاریم بالا، برای که هممون رهبریم، همه با هم دست به دست هم دادیم، همه تو رابطه آمپاتیک، رابطه همدلی و هم دلسوزی و همیاری و همکاری قرار گرفتیم. بنابراین عکس کی میاد بالا؟ عکس سمبولیک خود مردم لازمه بیاد بالا.
عکسای سمبولیک دهه 80 ها یک مقدار در جاهای خاصی میشه این رو از نظر هنری بهش توجه کرد آورد بالا، و این نشون میده که ما در دینامیک اخلاقی قرار گرفتیم که در این دینامیک اخلاقی کوچکترین وابستگی رو دیگه نمیپذیریم، و اون شعار استقلالی که نگران بودیم چرا داریم نمیدیم، عملی داریم جواب میدیم، عملی دارن میفهمونن که بابا ما خود ما دست تو کاری، ما میدانیم کجا لازمه هم تکیه کنیم به همیاری و کمک دیگرها و کجا میتوانیم خودمون جلو بریم. حالا در فضای سیاسی این بحث مطرح شده که برای مرحله چهارم لازم میشه که یک شورای هماهنگی ایجاد بشه از شخصیت‌های بزرگ، حالا ممکنه تعدادشون هم زیاد نباشه، تا بتوانیم یک شورای مدیریت یعنی شورای دولت موقت تگو دوران گذار تشکیل بدیم. حالا اینها مراحلی هست که توی همین مرحله سوم که از فردا شروع میشه گفتگوهاش خواهد بود. بنابراین الان حالا مثلا جبهه ملی اعلامیه داده، نمیدونم سازمان ها اعلامیه دادن، بعضی شخصیت ها دادن، اینا همه خامه. الان در گفتگوهای آینده رو اینا صحبت خواهیم کرد. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما جناب آقای رائی. خانم با جناب بفرمایید. مرسی از زمان مجددتون. من در راستای صحبتایی که هم خود شما خانم دژم کردین، هم آقای منیری بهش اشاره کردن، ببینید این انقلاب، انقلاب آگاهیه در واقع، بر پایه آگاهی داره اتفاق میفته. و اینکه به علاوه بر سوشال مدیا و اینترنتی که شما میگین امروز خیلی بچه ها رو جلوتر نگه میداره نسبت به نسل ما، نسبت به 88، نسبت به حتی 98، اتفاقی که میفته تجربه کردنه. ببینید این بچه ها پشت سر گذاشتن 88 ما رو، پشت سر گذاشتن 96 و 98 رو، به هر حال چیزهایی ازش شنیدن یا در خانواده ازش صحبت شده، تجربه هایی که واقعا تجربه های ارزونی هم نبودن، بهای سنگینی بابتشون پرداخت شد. و این سطح آگاهی که بالاتر رفته، این که پدر مادر میگن که نمیگن نرو، این که عکس کسی بالا نیست، این که کسی نمیره رأی منو پس بده بگه، این که کسی دیگه طلب نمیکنه اعدام نکنی دستور میده، این انقلاب از جایگاهی که انقلاب آگاهیه و از جایگاه تجربه شدن این اتفاقها در نسل های ما و تاوان و بهایی که بابتش پرداخت کردیم، به خدا رو شکر امروز نسلی رو در خط، این خط آتش میبینیم که بسیار آگاه، دانا و میگم میدونه چی میخواد و قطعا از تجربه ها استفاده میکنه، بت‌سازی نمیکنه و خودش رو در جایگاهی میبینه که برای حق خودش مبارزه کنه. و اگر به جایگاه هنرمندا هم برگردیم، ما وقتی میبینیم مهدی یراحی از ایران سرود انقلابی میخونه، وقتی توماج صالحی کف خیابون رپ اعتراضی میخونه، وقتی هنرپیشه ها میان به قول شما اون به اصطلاح حجاب رو برمیدارن، این بچه ها شکوفاتر میشن برای ادامه دادن. وقتی که میبینن کسایی که همراهشونن مثل توماجن، مثل مهدی یراحیان و اینا، این انقلاب رو مثل یک سکوی پرتاب به جلو میبرن. مرسی از وقتی که بهم دادی. ممنون از شما خانم باجلان. مرسی از همه تک تک شما دوستان که شرکت کردین در جلسه. من با اجازهتون یه جمع‌بندی بکنم بحث آزادمون که حق اعتراض بود و تاثیر هنر در اعتصابات اخیر بود. ممنون از تک تک دوستان که مشارکت کردین، بررسی کردیم کوتاه نقش هنر و به خصوص هنرمندان رو در اتفاقات اخیری که افتاد، بیانیه ها رو بررسی کردیم، آثاری که تا الان اومده بیرون ماندگار شده و ماندگار خواهد شد. من در ساعت 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی پایان جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو اعلام میکنم. شب بر همگی شما خوش. ممنونم.